بسیار عالی. این برنامه رو که شما از طریق زوم میبینید از طریق کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن دی سی و هومه اجرا میشه امروز دوشنبه 29 ماه نوامبر هست. عرضم به شما برنامه کانون دوستداران فرهنگ ایران هر دوشنبه برنامه خواهد داشت و ما دوست داریم افرادی که در تازه شرکت کردند و یا این برنامه ها رو ضبط شده فهمیدید در رابطه با برنامه کانون دوستداران فرهنگ ایران آشنا باشند. ما هر دوشنبه اینجا برنامه داریم که از ساعت 7:30 شروع میشه و تا ساعت 10 یا 10:30 ادامه خواهد داشت. ولی برنامه امشب ما دوست عزیزی رو میخوام معرفی کنم که ایشون خیلی خیلی مختصر راجع به گذشته و رزومه خودشون دادن، ولی ایشون فراتر از این هستن. فقط ایشون گفتن که اصطلاح آقای رحیم باجوغلی از اعضای کنفدراسیون ایرانی خارج از کشور در قبل از انقلاب و فعال سیاسی حقوق بشر بعد از انقلاب می باشن. این تنها چیزی که جناب آقای باجوغلی گفتن و منم احترام می دارم چون نخواستن زیاد به اصطلاح راجع به مسائل خودشون به اصطلاح بگن که به اصطلاح بازار نمایی بشه. من فقط تنها در رابطه با آقای باجوغلی بگم که یکی از دوستان بسیار عزیز من هستن و واقعا خوشنود هستم باعث خوشحالی که همچین دوستی رو ما دوست گرانبهایی رو داریم و من مصاحبت ایشون برنامه ایشون در گهگاهی که در راه به مایهایی که با هم دیگه داریم استفاده می کنیم. در صورت من برای افرادی که با کانون آشنایی ندارن باز اعلام می کنم برنامه امشب سخنرانی ما آقای رحیم باجوغلی حدود 50 تا 60 دقیقه سخنرانی خواهند کرد و بعد از سخنرانی ایشون ما بدون وقفه یک چند لحظه از دوستان خواهش خواهیم کرد که اسامیشون رو با ریز هند توی حالا بعدا اون رو اعلام خواهم کرد که به صلاح دستاشون بلند کنن که ما اسم اسامی رو بنویسیم واسه سوال و پاسخ. و الان میخوام اینو از دوستان خواهش بکنم که موضوع صحبت و سخنرانی منوط باشد برای برنامه و موضوع سخنی که یا صحبتی که ایشون در امشب برای ما ایراد خواهم کرد. خیلی ممنون جناب آقای باجوغلی، شما خواهش میکنم برنامه‌تون رو شروع کنید. متشکرم. خیلی متشکر سعید جان عزیز و خیلی متشکر از کانون که این وقت رو به من داده که راجع به موضوع بخش مهمی از تاریخ ایران امشب برنامه داشته باشم. این سخنرانی امشب من دنباله سخنرانی آقای فرشید مقیمی هست که در مورد صفویه صحبت کردن و بنا بود که جناب آقای دکتر اقتداری راجع به دوران افغان‌ها، حمله افغان‌ها به ایران و افشاریه و زندیه صحبت بکنن که متاسفانه نتونستن و من مجبور هستم که یه مقداری از سخنرانی مطالبی که در این مورد هست رو امشب توضیح بدم قبل از اینکه وارد برنامه قاجاریه بشم. آقای فرشید، من میتونم الان شیر بکنم اسکرین؟ یدی جان میتونن شیر کنن دیگه بدون شک. بفرمید. بله، خب اجازه بدین. پس چرا نمیشه؟ اومد. خیلی خب، بله، الان میبینین؟ بله بله، من بذاریم روی اسلاید شو بذارم که بهتر باشه. آره، ببینین این نقشه‌ای که من الان اینجا نشون میدم اینو سه تا امپراتوری رو نشون میده که امپراتوری عثمانی هست که با رنگ صورتی یا قرمز و ایران که با بنفش و رنگ خردلی یا زرد ترچی امپراتوری گورکانی هست. اینا رو بهشون میگفتن امپراتوری های باروت، یعنی زمانی بود که دیگه باروت استفاده میشد و این موقعیتی بود که ایران در زمان صفویه داشت. یعنی الان قسمتی رو که ازبک ها داشتن در شمال شرقی ایران
ببخشید در بله شمال شرقی ایران نشون نمیده، ولی دو تا خطر هم میشه صفوی رو تهدید میکرد، یکی ازبک ها بودن، یکی هم عثمانی ها. و امپراتوری گورکانی خیلی دوست ایران بود و هیچ مشکلی نداشتن. خب بعدن اینم نقشه ایران هست زمان صفویه، یعنی صفویه از 1501 تا 1722 بر ایران حکومت کردن. صفویه چند تا پایه داشت، یکی خود خاندان صفوی که مرشد بودن، یعنی صوفی بودن و اتوریته مذهبی داشتن، و یکی هم بخش نظامیشون هفت ایل اصلی ترکمنان قزلباش بودن. همطور که آقای امین هم توضیح داد، کلمه ترکمان به معنی ترکان مسلمانه. این هفت ایلی که ترکمنان رو تشکیل میدادن، افشار، قاجار، تکلو، روملو، شاملوخ، زلغد و استاجرو، این افشار و قاجار به پادشاهی رسیدن، یعنی در یه خاندانی رو که هست که من در مورد قاجار صحبت میکنم، افشارم به طور خلاصه. بعدن ایلای دیگه ای از ترکمنان اینا پیوستند و ارتش صفویه رو تشکیل میدادن. بقیه ایلات ایران هم تالش ها، لور ها، ایل سیاهکوب و برخی ایلات کرد و قبیله ها و خاندان های فارس بودن که در زمان صفویه قدرت داشتن. حالا چرا صفویه سقوط کرد؟ به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی در تمام سطوح جامعه، خروج نقدینگی و بدتر شدن اوضاع تجارت ابریشم به طبقات بازرگانان و روحانیان نوابسته به آن رفت می‌زد، و هزینه های خیلی بالای ارتش و حرمسرا. البته من یه نکته رو اینجا در مورد ارتش بگم، تقریبا دیگه اواخر صفویه قزلباش ها رو از قدرت دور شده بودن و شاه عباس به خصوص یک دو تا بدیل در مقابل قزلباش ها ایجاد کرد، یکی شاه سونده های و یکی هم از غلامانی بود که گرجی و ارمنی و غیره که اینا در خدمت دولت صفویه بودن، تقلیدی بود از ارتش جاننثاران دولت عثمانی. دولت عثمانی یک بخش ارتش داشت که از مسیحیان ترکیه فعلی و عثمانی ترکیب انجام می شدن، و اینا وقتی به ارتش عثمانی می رفتن یه حق ازدواج نداشتن و بعد تا آخرشون در ارتش می موندن و به ارتش عثمانی خدمت کردن. شاه عباس هم یه همچین ارتشی رو ایجاد کرد، ولی متاسفانه در هیچ زمینه موفق نشد. قزلباش هم که در واقع منحل شده بود، از قدرت دور شده بود، و برای همین محمود افغان تونست بیاد و با ارتش خیلی کم، با اتحاد چند قبیله در افغانستان، سلسله صفویه رو برانداز بکنه. و شاه سلطان حسین خودش رفت و تاج شاهی رو بر سر محمود گذاشت. یکی دیگه از دلایل شکست صفویه توافق طریقت یا ببخشید توافق شریعت بر طریقت بود. یعنی در اول اینا نقش مرشدی و اتوریته مذهبیشون از طریق اینکه مراد مریدی و مرشدی بود، ولی در اواخر روحانیون به خصوص اخباری قدرت رو در صفویه گرفتن، و حتی شاه سلطان حسین بیشتر از اینکه وقتش رو برای مسائل مملکتی بگذرونه، بیشتر با همین حوزه‌های علمیه میگذرون و از مسائل مملکتی دور بود. این سه مرحله هست که در تاریخ صفویه بود: اوجش، لحظه سقوط و لحظه بحران آشفتگی. حالا ما وارد بحران آشفتگی میشیم. اینا من توضیح دادیم راجع به سلطه. در ضمن یه نکته که هست، در قبل از اینکه شاه اسماعیل حکومت صفویه رو بنیاد بگذاره، اکثریت مردم ایران سنی بودن و فقه شیعه کم وجود داشت در اینجا، و مجبور شدن که روحانیونی رو از جبل العامل لبنان وارد ایران بکنن، و اون کتابای اربعه شیعه که فقه شیعه هست رو اینا اومدن در اینجا گسترش دادن.
در واقع میگن صفویه سه تا عنصر پایه داشت، یکی شمشیر قزلباش، یکی زبان فارسی و دیوان سالاری ایرانی و یکی هم آخوند لبنانی، و برای 222 سال هم در ایران حکومت کرد. این حکومت هفت ساله افغانا وقتی که میان با هیچ مقاومتی روبرو نمیشن. خود شاه سلطان حسین هم علاقه به جنگ نداشت، راحت میان شهر رو میگیرن و قبل از اینکه وارد شهر بشن خود شاه سلطان حسین تاج پادشاهی رو بر سر محمود افغان میگذاره و بعد افغانات به مدت 7 سال در ایران حکومت میکنن و دست به تاراج و ناامنی و کشتار میزنن. اولین کاری که یکی از کارها در واقع نه اولین کار اولین کاری که میکنن روحانیون ایران رو تبعید میکنن به کربلا و نجف و املاک وقفیان ها رو مصادره میکنن و طلبه ها رو میکشن و خلاصه تخریب میکنن این حوزه های علمیه شیعه را. بعد در واقع ایران در این زمان بین اشرف، بعد از اینکه محمود افغان دوچار دیوانگی میشه و پسر عموش اشرف قدرت رو میگیره، ایران بین این دوتا تقسیم میشه و در واقع قسمت خیلی کمی رو اون طهماسب میرزای صفوی که مدعی تاج و تخته داره و بقیه رو افغان اشرف افغان داره. در این موقع که در روسیه پتر کبیر که دست کم از 1715 میخواست که قلمرو روسیه رو گسترش بده، اومد در دریای خزر و گیلان و مازندران رو اشغال کرد و میخواست تجارت ابریشم رو فقط به روسیه اختصاص بده. یکی از تولیدات مهم ایران در اون زمان ابریشم بود و از طریق اشغال خیوه که در ازبکستان بود میخواست با هندوستان ارتباط تجاری برقرار کنه، ولی روزها یعنی به اندازه 130 مایل که در طول دریای خزر به خاک ایران پیشروی کردن، ولی در اثر شیوع بیماری های واگیر و حمله اشاید اون دیار بیش از 130 هزار سربازشون تلف شدن و مجبور شدن که منطقه رو ترک بگن. تخمین زده میشه که تقریبا 1 میلیون ایرانی در اثر حمله افغان‌ها جان خودشون رو از دست دادن. جمعیتی که اون موقع تخمین زده میشه بین 6 تا 10 میلیون نفر بود. بخش شهرنشین ایران از این نابسامانی اقتصادی و خیلی آسیب دید و شهرهای عمده ایران 2/3 جمعیت یا بیشتر را در مطابق برآوردی که شده در 1779 خلاصه از دست دادن. این شمسی هست 1709 تا 1770. دیگه کمبود قحطی‌ها و تجارت هم که دیگه از افتاد. اینجا راجع به قیمت برنج در اصفهان میگه که 5 برابر شده بود و از 5 برابر 30 سال تا 50 سال قبل شده بود. قیمت نان 2-3 برابر و سفیر عثمانی گزارش داده بود که بسیاری از مردم اصفهان که دائم دلهوره داشتن که کسی نارا بکشه به قتل برساند از گرسنگی در خیابان ها مردن. ایران شروع به فروپاشی کرد و درگیر بحران شد. از 200 سال پیش از آن که در از 200 سال پیش آن بی سابقه بود، یعنی میشه با حمله مغول مقایسه کرد. اقتصاد داخلی و روابط گسترده سیاسی تجاری عصر صفویه با همسایگان و قدرت‌های اروپایی از هم پاشید. در 1724 امپراتوری‌های روس و عثمانی از جنگ با یکدیگر دست برداشتند و بر سر ایران و پیمانی بستند که طهماسب میرزا یعنی قسمت‌های زیادی از ایران را از مال تصرف کردند و فقط مقدار کمی رو به طهماسب میرزا دادن و روسیه ایالت‌هایی که مورد ادعای خود را اداره کرد و یعنی این گرجستان بود و بخشای
جایی که الان قفقاز هست. تبریز و بخش اعظم آذربایجان، کردستان، گرجستان و بخش از شیروان هم صحبه عثمانی ها شد. طهماسب میرزا هشدار گرفت که این پیمان را باید امضا کنه، اگر نه از این از سلطنت خلق میشه و سلطنت از دست میده. به هر حال این فشاری بود که این دوتا امپراتوری به این آوردن و تقسیم کرد. ولی روسا با درگذشت پترکبیر اون انگیزه قبیله که میخواستن در مورد ایران از دست دادن و عثمانی ها یک تازه میدان شدن. روسا در امر کنترل تجارت ابریشم تجارت همین نشد و دلشون میخواست که اون انحصار تجارت ابریشم رو داشته باشن که نشد و در اثر جنگ و بی‌ثباتی یعنی مجبور شدن که گیلان رو ترک بکنن. باز نیروهای عثمانی فقط اون سرزمین‌ها رو نداشتن و اردبیل و لرستان و کرمانشاه هم زمین خودشون کردن و اشرف افغان که یارای جنگ با عثمانی رو نداشت به عثمانی ها پیشنهاد وحدت دو قدرت سنی مذهب علیه صفویه بدعتگذار شیعه رو داد. با این اقدام 20 هزار کرد سنی مذهب به اشرف افغان پیوستن. روحیه ارتش عثمانی بدین ترتیب خراب شد و در نبرد بعدی با اشرف افغان 12 هزار تا تلفات داد. این پیروزی باعث شد که قدرت اشرف افغان تثبیت بشه و سلطان عثمانی یعنی اشرف افغان گفت که عثمانی رهبر جهان اسلام را است و حاکمیت دولت عثمانی را بر منطقه وسیع از شمال غربی ایران پذیرفت. عثمانی ها هم نیز اشرف را به عنوان شاه ایران به رسمیت شناختند. آن هم ایرانی که عراق عجم، منظور عراق فعلی و بخشی از اصفهان و طرف های ری و اینا و فارس و سیستان و کرمان و غرب خوزستان فقط محدود شده بود به امین اشرف افغان. در خلال جنگ با عثمانی اشرف سلطان حسین مخرور رو که شنیده بود عثمانی ها میخوان اونا دوباره به سلطنت بازگردانن کش. عثمانی ها بدین ترتیب از حمایت فرصت طلبانه از طهماسب میرزا هم دست برداشتن و دیگه فقط با اشرف دهقان ارتباط داشتن. این بعض در عرض این 7 سال دیگه نابسامانی ها و جنگ های داخلی و متقابلان کاهش بسیاری از نماینده کمپانی های مختلف هند شرقی که قبلا اومده بودن زمان صفویه انبالشان یا غارت شد یا مورد اخاذی قرار گرفتن. ببینید دو تا کمپانی هند شرقی بود اون موقع، یکی هند شرقی انگلیس، یکی هم هلند، ولی بعدا هلند منحل میشه و دیگه تجارت عملا قطع شده بود و کشت و کشتار جای خودشو و گرفته بود. هرچند که اشرف مایل بود که تجارت رو ادامه بده ولی این هلندی ها پولایشون رو بزرگ یعنی دسته های مختلف افغان به اینا حمله می کردن و پول اینا رو می گرفتن و عملا شرایطی برای تجارت نبود. اینا گفتیم دیگه در مورد اشرف که چیز بود اومد. حالا در این مورد در این مدت در یک فرد نظامی از قبیله افشار به نام نادر در خراسان می‌درخشه و طی 2 سال رهبر نظامی و سیاسی جنبش ضد افغان در صحنه ایران می‌گرده. طهماسب به عنوان یک مظهر و نماد ضروری یعنی از اون استفاده میکنه و زیر پرچم اون گرد میاد، یعنی اون نادر از طهماسب به عنوان یک مظهر نماد استفاده میکنه که مردم رو متحد بکنه علیه افغان ها. اشرف افغان در آخرین نبرد در نزدیکی شیراز زرقان شکست میخوره و توسط نیروهای نادر تارمار میشه. اشرف در عین فرار 1 هفته بعد به قتل میرسه و فتنه افغان پایان مییابد. طهماسب فرمانروای اسمی ایران میشود و نادر سپهسالار و حکمران ملی کشور میگردد. نادر شاه
نادر شاه نالایق طهماسب دوم را در از سلطنت برکنار کرده و پسر شاه را که کودکی بیش نبود به نام شاه عباس سوم پادشاه ایران میکنه، اما پدر و پسر سرانجام در 1740 به فرمان نادر کشته میشن. نادر ساختار سیاسی دوران صفویه رو احیا میکنه، سران ایلات، افشار، بیات، زنگنه و شاملو رو به مناسب و مهمی در دیوان سالاری میگارد. او در ضمن بستگان و سرداران لایق خود رو به عنوان حکام ایالت ها میفرسته و نادر در سال 1729 افغان ها و در دهه 1730 دول عثمانی و روسیه را به ترک خاک ایران مجبور میکنه. حاکمیت ملی ایران به ایران باز میگرده و نادر خود رو شاه میخونه تا زمان کشتشانش در 1747 فرمان روایی کرد. ولی نادر به مناطق خارج از مرزهای آن روز ایران، امپراتوری گورکانیانستان، ازبک‌های آسیای میانه و بخش‌های جنوبی خلیج فارس حمله می‌برد. امپراتوریش را از امپراتوری صفویه متمایز، خود را سرداری از نوع تیمور لنگ دانسته و برای نفوذ به خارج از مرزهای ایران به جنگ متوسل شد. تکیهش رو ارتش بود، نه دیوان سالاری، نهاد محوری حکومت چاروده امپراتوری بود. این سیاست تجاوزگارانه نظامی به تهی‌دست کردن هرچه بیشتر مردم ایران منجر شد. اینم نقشه هست از فتوحات و حکمرانی نادر. میبینیم که نادرشاه نه تنها ایران فعلی بلکه کرانه های طرف خلیج فارس و بخشی از عراق فعلی و بخشی از ترکیه فعلی و قفقاز که قبلا خوب زمان صفوی و قاجاری هم جز ایران بود و تا مرز هندوستان رو تمام افغانستان رو این در تحت تسلط خودش داشت. نادر موافق طبع روحانیون نبود. ابتدا در مسیر دستیابی سلطنت کوشید که نوعی شیعه ناقص یا یه شیعه تلفیقی رو ایجاد بکنه. علتش هم این بود که میخواست از بقیه سنی مذهبی ها، مردم سنی مذهبی که در امپراتوریش بودن، اتحادی رو با شیعه به وجود بیاره، مثل کردها، افغانها و سایر ازبک ها و سایر سنی مذهب ها. ولی این ایدهش نگرفت و با کشته شدن اون این به دست فراموشی سپرده شد. و یک مسئله دیگه هم که به هر حال ضربه زد این رابطه دوستی که ایران با امپراتوری گورکانیت شد، عملا با حمله اون این از دست رفت. در این دوره در مورد روحانیون که بگیم، خب املاک موقوفه رو که اطراف اصفهان و دیگر بود به مصادره املاک سلطنتی تبدیل شد و هرچند جانشینان نادر حکم موقوف سازی مجدد آن املاک دادن، اما تا سده 19 نیست این حکم به اجرا در نیامده بود. و از آنجایی که عده ای از روحانیون به عراق مهاجرت کردند، در کنترل دولت ایران نبودند و روز به روز استقلال بیشتری نسبت به دولت پیدا کردند که موجب تقویتشان شد. یعنی روحانیون دیگه این وقتی که این موقوف را نداشتن، مجبور بودن به پایه مردم خودشون مراجعه بکنن و این استقلالی رو بهشون داد که از زیر سلطه دولت بیرون باشن. با جنگ نادر زمینای ایران رو از عثمانی پس گرفت، با دیپلماسی سرزمینای از روسیه پس گرفت و با ازبک‌ها و امپراتوری گورکانیان هم که جنگید و مناطقی رو اشغال کرد. یعنی فراتر از مناطقی که جدا شده بود و این توسعه، یعنی اصلا نظامی توسعه پیدا کرد و جنگ با عثمانی ها در 1732 به درازا کشید. البته در این فاصله سالها آرامش و مذاکرات صلح نیز وجود داشت. سرانجام به موجب پیمان کردان در 4 سپتامبر 1747 مرز بین ایران و عثمانی همان مرز شناخته شد که در پیمان ذهاب 1639 مشخص شده بود. یعنی دیگه در واقع دست از اشغال ایران برداشتن. روسا
تلف میدونیم که در گفتیم که در ایران تلفات جانی را از دست دادن، مقدار زیادی 130,000 سربازشون از بین رفتن، البته نه فقط ایران و مناطق همجوار. و دیگه بعد از پتر کبیر، آنا ایوانونا امپراتور زن روسیه در 1 فوریه 1732 موافقت کرد که مناطق ساحلی دریای خزر رو به ایران پس بده، به شرط اینکه ایران رفتاری مسالمت‌آمیز پیش بگیره، اجازه ده که بازرگانان روسی آزادانه در ایران فعالیت کنن و برای واردات و صادرات هیچ نوع عوارض و حقوق گمرکی به دولت ایران نپردازن. قبول این شرایط بازرگانان روسی در ایران را در وضعیتی بهتر از سایر بازرگانان کشورهای دیگر قرار میداد، اما میزان تجارت روسی با ایران آنقدر زیاد نبود. بله، این حمله هم که نادر به هند کرد، این رابطه دوستی ایران با امپراتوری گورکانی به هم خورد و گویا 60 تا 70 میلیون استرلینگ جواهرات و پول و اقلام گرانبها را به غنیمت گرفت از هند و اغلب غنایم را خرج قشون و با جنگ‌های عثمانی کرد و بخشش هم در خزانه شخصی خودش نگرداشت، ولی مردم ایران از این چپاولگری کوچکترین نفعی نبردند. در اصفهان و کرمان و مشهد به دنبال کشتن افراد سرشناس و سران لشکری و لشکری به میزان مالیات ها بود و به میزان مالیات ها هم افزود. علی قلی خان برادرزاده نادر که برای فرونشاندن شورش اهالی سیستان به آن دیار گسیل شده بود، به شورشیان پیوست و سیستان را از حیطه قدرت نادر خارج ساخت و با حمایت قبایل بلوچ و افغان عازم هرات و نزدیک اردوگاه نادر شد. سرانجام در 19 ژانویه 1747 با ببخشید اینجا سران افغان نوادار خیش فرمان تو نادر می‌خواسته با سران افغانی که هوادارش بودن فرمان توقیف سرداران ایرانی صادر بکنه که محمد خان قاجار به محض اطلاع از این فرمان به یاری عده‌ای دیگر به توطئه پرداخته و نادر را کشتن. با این قدر دوره ای از خونریزی و جنگ در ایران به پایان رسید، اما بلافاصله دوره دیگری از جنگ های طایفی به منظور کنترل قدرت دولتی در ایران از سر گرفته شد، تا اینکه در 1760 کریم خان زند در شیراز به قدرت رسید. کریم خان ایالت خراسان را تا زختی که زنده بود برای شاه رخ نواده نادرشاه باقی گذاشت و متعرض حکومت او نشد. یعنی اگر الان به نقشه‌ای که بعدا نشون میدیم، بخش خراسان کاملا جدا بود و این امپراتوری را که نادر ایجاد کرده بود با مرگش از هم پاشید و سرداراش هر کدوم در مناطقی شروع به شورش کردن و سعی در استقلال کردن در ایل قاجار در شمال و دریای خزر و عرب ها و بلوچ ها و کرد ها همه از اون حکومت مرکزی جدا شدن. در خراسان سردارش برادرزاد به عنوان عادل شاه به مدت یک سال سلطنت کرد. این عادل شاه کسیه که به آقا محمد خان را هم اسیر میکنه، یعنی پسرمون محمد حسن خان که بعدا پادشاه ایران آقا محمد خان میشه، و برادرش ابراهیم جای او رو میگیره و بعد از اونو برکنار میشه و به دست طرفداران شاهرخ نوه نادر شاه کشته میشه. شاهرخ که از نوادگان نادر شاه بوده به عنوان حاکم اون منطقه با دستنشانده افغان هاست که در اونجا حکومت میکنه تا اینکه سلسله قاجار اونو بر میداره. در اصفهان هم اتحادی بین قبایل بختیاری، کرد، لور و زند، تیره کوچکی از کردها و لورها انجام میشه. زند از لک ها هستن، لک ها یک قومی از لورا هستن و بین لورا و کردها هستن که در مناطق در منطقه ملایر زندگی میکنن. این کریم خان زند از اون طایفه هست و بعد اینا بختیاری ها و اینا هم اتحاد پیدا میکنن و میان یکی از شاهزادگان خردسال صفوی رو که اسمش اسماعیل سوم بوده پادشاه ایران اعلام میکنن و
ولی قدرت واقعی در دست 3 نفر بود که 2 نفر از ایله بختیاری به نامهای علی مراد خان و ابوالفتح خان و نفر سوم که کریم خان زند. ولی در ضمن این اسماعیل سوم تا آخر پادشاهی، تا آخر حکومت کریم خان زنده بوده. کریم خان قدرتش را بر صفات مرکزی و جنوب ایران مستقر ساخت. علی مراد خان ابوالفتح خان را کشت و خود به دست یکی از اطرافیانش به قتل رسید و دیگه فقط کریم خان میمونه. در این دوره ایران شاهد درگیرهای خونینی میان کریم خان، محمد حسن خان قاجار در اطراف دریای خزر و آزاد خان افغان در آذربایجان بود و هر سه اینا ادعا داشتن که میخواستن شاه ایران بشن و کنترل بکنن. محمد حسن خان در گیلان و مازندران را از چنگ آزاد خان بیرون میاره. آزاد خان به کریم خان میپیونده و بعد از اون مبارزه بین زندیه و قاجاری است که محمد حسن خان قاجار در سال 1758 کشته میشه. شکست میخوره و تمام قلمروی ایران به جز خراسان در کنترل کریم خان زند قرار میگیره. خراسان تحت فرماندهی شاهرخ افشار باقی ماند. بخشهایی از شمال آذربایجان و شیروان زیر کنترل رؤسای قبایل ترکمن و لزگی بود و گرجستان و شرق ارمنستان نیز به حکومت هراکلیوس شاه گرجستان تن دادند. کریم خان هم از 1765 تا 1779 این حکومت میکنه که دوران ثبات آرامش. کریم خان شیراز رو پایتخت خودش کرده بود و جام شکسته عدالت را ترمیم میکنه. اقدامات کریم خان زند تأثیر مثبتی بر تحول و توسعه داشت، اما عمرش کوتاه بود. اینم مناطقی هست که کریم خان داشت. میبینیم که خراسان کاملا جداست که تحت با افغانستان تحت تسلط شاهرخه. کریم خان هیچ موقع خودش رو شاه نگفت، وکیل مردم دونست و لقب وکیل رعایا رو انتخاب کرد و اسمن شاه اسماعیل سوم صفوی که تا پایان عمر در به فرمان کریم خان در آباده در نزدیکی شیراز تحت نظر بود و اجازه خروج نداشت، اون پادشاه ایران بود. کریم خان برای خودش شاه نخوند و هیچ نوع جانشینی هم برای خودش برنگزید و با مرگش دوره دیگر از جنگ‌های داخلی ایران شروع شد. کریم خان پولهایی را که میبرد به جامعه تزریق میکرد، آنها را به شکل نامولد گنج ذخیره‌ای نساخت. مثل نادر هنگام مرگ 715 میلیون تومان در خزانه داشت. گفته میشود که هنگام درگذشت کریم خان تنها 7000 تومان پول در خزانه باقی مانده بود. کریم خان به یاری این سیاست‌گذاری‌ها در نزد مردم از محبوبیت زیادی برخوردار شد. جهانگردی به نام ویلیام فرانکلین در سال 1786 مشاهده کرد که طبقه های متوسط و پایین جامعه نام وی را جز با تکریم و احترام بسیار زیاد بر زبان نمی برند. بین سال 1630 تا 1800 عملا هیچ تغییری در وجوه بنیادی تولید و طبقات تشکیلنده جامعه ایران انجام نشد و این وضعیت دامنه با اقتصاد ایران تا حد زیادی منقبض شد، کم شد. در اصل جمعیتی که هر یک از 3 شیوه تولیدی مشغول بودن در مقایسه با 1630 تا 1800 تا اندازه‌ای تغییر کرد. حالا اگر شما به صورتبندی جامعه ایران در اون موقع نگاه بکنین، ببینین ایلات که تولید شبانکاری و بادنشینی داشتن، حد زده میشه که چون آمار سرشماری که نبوده که بین 40-50% جمعیت داشتن. اگر که خب اونا 40% بودن، دهخانا 50%، اگر اینا 50% بودن، اون ایلات و شبانکارا بادنشینا، اگر اینا اون 40% بودن، به هر حال بین این دوتا هست. ولی جمعیت شهری ایران 10% بوده و این در تولید اگر شما نگاه بکنین شاه در رأس همه اینا هست و این سلسله مراتب رو نشون میده و خب طبقات نخبگان تا طبقات پایین.
حالا ایل قاجار که اومد در بعد از اولا آقا محمد خان از در ساکن شیراز بود و این رو آورده بودش در اونجا، کریم خان زن در اونجا بود، این از طریق عمش که خدیجه بگم که همسر کریم خان بود متوجه میشه که کریم خان فوت کرده و از شیراز فرار میکنه و میاد به استراباد همین گرگان فعلی و در اونجا دست به لشکرکشی و متحد کردن قاجار میکنه. دودمان قاجار مربوط به یکی از طوایف ترک اوغوز در شمال شرق ایران بنا بودن که وقتی که از آسیای میانه به ایران اومدن ابتدا رفتن ارمنستان. شاه عباس بزرگ دسته از آنها را در استراباد که گرگان امروزی هست ساکن کرد و حکومت قاجاری از قاجاریه های استراباد تشکیل می شود. قبیله قاجار یکی از قبایل ترک قزلباش بود که ارتش صفویه محسوب شد و پس از حمله مغول به ایران اومد و یه تعدادشون هم به بین النهرین رفتن و در ایران همراه میدونیم که مغول ها چندین طایفه ترکمن و تاتار به ایران اومدن، بعضیشون هم به سرزمین شام و آناتولی که الان ترکیه هست کوچ کردن. وقتی که تیمور گورکانی به ایران اومد میخواست که این قبایلی که قبلا از آسیای مرکزی اومدن رو برگردونه، ولی اینا سران قاجار و دیگه ترکمنان رفتن پیش خواجه علی سیاه‌پوش که صوفی خانقاه صفوی بود و اون واسطه شد و نگذاشت که اینا اینا رو تیمور برگردونه و به همین خاطر تمام این ترکمنان شیعه شدن و از مریدان این خانقاه صفوی در اومدن. صوفیه قاجارها ابتدا در شمال رود ارس ساکن بودن و در آن زمان به دلیل کمک‌های بزرگی که به دربار صفوی کردن قدرت بیشتری یافتن که گفتم شاه عباس یکم اونا رو به اونجا آورد. این تکراره و از دو شاخه بودن در گرگان، یکی یوخاری باش بالادستی و یکی هم آشاقی باش معروف شدن. حکومت قاجاریه از ایل آشاقی باش تشکیل شده. قدرت سیاسی ایران که در اختیار قاجار بود فکر کنم حدود 125 سال اینا حکومت کردند و بعد از خاندان زند که از هم پاشیده شد کریم خان به حال بعد از صفویه بعد از زندیه اینا به حکومت رسیدن. علتش هم یکی از علت این که راحت قاجاریه به حکومت رسیدن خاندان زند بین هم جنگ بر سر قدرت جنگیدن و تا سرحد مرگ برای رسیدن به قدرت با یکدیگر جنگیدن و از همدیگر از بین بردن. قاجار از نظر تاریخی به دو تیره قوانلو و دولو تقسیم میشه و اقدامات قرامیز آقا محمد قاجار ماده تازه نفس، اینا همسر برادر ایشون برادر آقا محمد خان که فوت کرده بود کشته شده بود، همسر اینو به همسری خودش میگیره، یعنی مادر فتحعلی خان که بعد میشه فتحعلی شاه. این همسر این آسیه خانم نقش مهمی در متحد کردن بخشای مختلف قاجار داره و این پرجمعیت‌تر یکی از پرجمعیت‌ترین ایرای ایران بودن و با روسیه هم تجارت می‌کردن و برای همین منابع انسانی و اقتصادی بزرگی داشتن. در مقابل زندیه در مناطق کم جمعیت جنوب بودن و دسته‌بندی‌های قبیله‌ای و پیوند چندانی با اقتصاد جهانی نداشتن و یعنی قاجاریه وقتی که در دولت هم نبودن با روسیه و غیره تجارت می‌کردن و این بهشون یه قدرت اقتصادی داده بود. این زمانی هست که آقا محمد خان میبینیم که بیشتر جاهایی که از دست رفته بود زمان کریم خان رو دوباره گرفت و حتی بیشتر و بخش خیلی نزدیک هست به جایی که نادر گرفته، ولی
این کنارهای بغداد، کنار خلیج فارس و بغداد اینا رو نداره، ولی به هر حال این سرزمین‌هایی هست که آقا محمد خان به تصرف خودش در آورد. نقشه ای که در اینجا ملاحظه میکنین، اون قسمت زردش ایران فعلیه، اون قسمت هایی که از ایران جدا شده رو با رنگای دیگه نشون میده، یا گشته در دست و برگشته. خاندان قاجار گفتیم که محمد حسن خان که خب پسرش یکی آقا محمد خان بود، یکی هم حسین قلی، که حسین قلی رو همسرش رو که وقتی کشته میشه خود آقا محمد خان همسری قبول میکنه، نمیتونسته، عقیم بوده، فرزند نمیتونسته داشته باشه، و پسر همون حسین قلی که فتح علی شاه پادشاه میشه. اگر توجه بکنین اونایی که با به اصطلاح رنگ پررنگ تری هستن، اینا پادشاهانشون هم بقیه هم رابطن. یکی از کارهایی که آقا محمد خان میکنه، میگه که باید چون ما دو تیره هستیم، دولو و قوانلو، هر که ولیعهد میشه باید مادرش از دولو باشه و خودش هم باید با دولو ازدواج بکنه که ولیعهد بعدی هم دولو باشه. هم مادر عباس میرزا که متاسفانه کشته شد در جنگ، نتونست پادشاه بشه و مادرش دولو بود، و هم مادر محمد شاه دولو بود. من دیگه در مورد ناصرالدین شاه نمیدونم، ولی این دوتا رو میدونم که دولو بودن، و این باعث تحکیم خود قسمت های مختلف قاجار با هم بودن. دیگه بعد آقا محمد خان دیگه، من اینا رو برم که بقیه برسیم، گفتیم که اینا با هم دیگه در داخل جنگ دادن. به هر حال آقا محمد خان وقتی میره تهران بهش میگن که، مردم تهران میگن که تو نری اصفهان رو تسخیر نکنی ما رات نمیدیم، و این میره دوره اصفهان رو تسخیر میکنه و برمیگرده، و در شیراز هم حاجی ابراهیم کلانتر قدرت رو زندیه رو برکنار میکنه و خودش حاکم اونجا میشه. لطفعلی خانم که دیگه از شیراز رفته بوده میره به طرف بوشهر، و بعد با ارتش 20,000 نفری میخواد به شیراز، ولی در این زمان قاجار متحد میشن و دیگه گسترش قاجار هست. و موقعی که لطفعلی خان با آقاشون قاجار عازم اصفهان شد، حاجی ابراهیم کلانتر ارتش خانزند را ترک گفتن و خانزند به شیراز برگشت، اما کلانتر وی را به شهر را نداد. لطفعلی خان به بوشه گریخ و حاجی ابراهیم بنا به شمع طبقاتی خیش به عنوان یک بازرگان که خواهان ثبات و آرامش بود و نه و حفظ منافع شخصی خود، تشخیص داد که قاجاریه بهتر از زندیه است. و حاجی ابراهیم این به مالکوم که نماینده کمپانی هند شرقی هست و یک کتابی هم نوشته تاریخ پرشیا، این گفته کسی طرفدار غارتگر زندی قاجار نیست، از اینا خوش نمیاد، ولی ما همه میخوام که ایران بزرگ و قدرتمند از ثبات داخلی برخوردار باشه. و لطفعلی خان به مدت 3 سال متوالی نومیدانه کوشید که به قدرت برگرده، اما سرانجام در نوامبر 1994 بر اثر خیانت قلبان بم دستگیر میشه و به تهران اعزام میشه و به دستور آقا محمد خان کشته میشه و دوران زندیه دیگه در ایران پایان میکنه. من این سعی میکنم که الان چون بریم به اون بحث اصلی اون برسیم. بله، حالا این صورتمندی اجتماعی ایران هست از در قرن 19، از 1800 که ببینید 1796 هست که آقا محمد خان به پادشاهی میرسه. آیا این یک دوره انحطاط اقتصادی بود یا سرآغاز روند تجدد؟ در دوره طولانی قاجار از 1800 تا 1929، یعنی 120 سال، سطح زندگی مردم بالا آمد یا پایین رفت؟ آیا سطح و کیفیت مصرف در اکثریت جمعیت کشور
در زیر بخش‌های کشاورزی، دهقانی، شبانکاری، قبیله‌ای و تولید و تجارت شهری بهبود یافت یا بدتر شد؟ به اعتقاد جولیان باربر در سال 1900 ایران یک کشور بدوی و تقریبا منزوی بود و به سختی میشد از آن به عنوان یک واحد اقتصادی مجزا نام برد. در زمان بعد از مرگ آقا محمد خان ایران پتلیشا به حکومت میرسه و ایران در دو جنگ با روسیه درگیر هست که در هر دو جنگ شکست میخوره و روسیه مقدار 17 شهر قفقاز رو از آن خودش میکنه و در جنگ اول باکو و حقوق گمرکی 5% رو برای خودش تعیین میکنه و در پیمانی که دوم بیشتر مناطق دیگه رو میگیره. غرامت جنگی معادل 3 میلیون پوند از دولت ایران میگیره و در این دو جنگ توجه بکنیم که روسیه تونسته بود که ارتش ناپلئون رو شکست بده و البته با کمک جنرال سرما که هم این جنرال سرما در روسیه هم ناپلئون رو شکست داد هم هیتلر رو، ولی به هر حال اعتماد به نفسی که ارتش روسیه پیدا کرد در این دو جنگ بر ایران پیروز شد و این توافق روسیه در این جنگ ها و امتیازاتی گرفت باعث نفوذ هرچه بیشتر شد و تجارت روس هم در اینجا بیشتر شد. مالکوم میگه که با توجه به رشد چشم تجارت بریتانیا با ایران 15% کل تجارت ایران با روسیه بود که از اهمیت خاصی برخوردار. داد و ستد با بریتانیا. پس ببینیم ما در این مرحله ایران دیگه دو دشمن شرق و غرب که ازبک ها و عثمانی ها باشن نداره، بلکه دو دشمن از شمال و جنوب ایران هستن که ایران را میخوان تحت تسلط خودشون بیارن. در شمال روسیه هست که گفتیم که از جنگ های ناپلئون که گذشت تحکیم شده بود و قدرتش و گسترش پیدا کرده بود و مناطق آسیای مرکزی را هم به اشغال خودش درآورده بود و در این موقع بریتانیا هم با کمپانی هند شرقی و تسلطش بر هند سعی میکرد که در ایران نفوذ بکنه و ایران را یه حائلی ببینه که روسیه نخواد به هند حمله بکنه. اتفاق دیگه که در اینجا میفته و این خیلی مهمه، در انگلستان یک انقلابی در تکنولوژی نساجی اتفاق میفته و تولید نساجی انگلستان به 10 برابر قبلش میرسه و نه تنها نیازهای خودش رو برطرف میکنه بلکه میتونه اینا رو به جای دیگه صادر بکنه. یه نکته ای که در اینجا هست، در اون موقع میدونیم که تجارت برده خیلی پرسود بود و کشورهایی که کشتی تجاری داشتن یکی پرتغال و اسپانیا بودن که برده ها رو از آفریقا میبردن به آمریکا و کارائیب و غیره میفروختن. انگلستان خب میدید که این اجناس زیاد نساجیش همینطور داره تولید میشه و جای کشتی نیست که به اندازه کافی ببره، برای همین اعلام میکنه که بردهداری علیه انسانیت هست و سعی میکنه با گروه مذهبی و غیره در همه جا دنیا متحد بشه و نیوی نیروی دریایی انگلیس هم جلوی کشتی های اسپانی های پرتغالی رو میگیره و بردهداری رو ملغا میکنه قبل از اینکه در آمریکا ملغا بشه و این کشتی های پرتغالی و اسپانیایی مجبور میشن که بیان اجناس انگلیسی رو بردارن و به سراسر دنیا برن و این یکی از مسائلی هست که در ایران اون تولیداتی که میشد و تولیدات ایران بیشتر به کشورهای مثل آسیای مرکزی و قفقاز و هند و اینا میرفت اهمیتش کم بشه و ایران صادرکننده مواد کشاورزی و خام بشه و وارد کننده اجناس ساخته شده اروپایی. و در این مسئله حالا این دوتا کشور، یکی انگلیس و روسیه، عمده
کشورهای تجاری ایران بودن، ولی خب کشورهای دیگه هم با ایران تجارتش هم، ولی سهمشون خیلی کم بود. کشوری که با ایران خیلی تجارت کرد، البته این در دوره دوم قاجاره، آلمان بود که در خرید فرش ایران فعال بود و یه رشته کارخانه‌های جدیدی در اینجا ایجاد کرد و احداث راه آهن برلین بغداد در نظر داشت که ولی هیچ موقع انجام نشد. فرانسه بیشتر نفوذ فرهنگی داشت و عامل این نفوذ هم هیئت‌های مبلغای مذهبی بودن و وارداتشون ایران به و صادرات 5-6% با فرانسه بود. به هر حال موضوع اینه که دو تا کشور عمده‌ای که در ایران نقش داشتن، این دو تا کشور روسیه و کشور روسیه با انگلستان بودن. این هم مقدار قبل از اینکه تجارت با اونا بشه. ما با آسیای میانه 33%، با عثمانی 26% و با هندوستان 19% داشتیم و روسیه 15% بود، ولی این اعداد و انگلیس هم فقط 2.5%، ولی این در سال 1800 اوائله، ولی بعدا میبینیم که سهم اینا، سهم روسیه و اروپا از 19% به 94% میرسه. جناب باجوری، بله، شما حدود 20 تا 25 دقیقه دیگه فرصت دارید که صحبت. بله، من سعی می‌کنم سریع ببرمش جلو. صادرات عمده ایران گفتم دیگه، نظیر برنج و خوشبار گردو و تریاک. حالا مسئله تریاک خیلی مهمه. ببینید ایران برای کشورهای اروپایی، مسئله چه روسیه چه انگلیس و بقیه، ابریشم براشون مهم بود، ولی بعداً چون به خاطر اینکه تریاک آب کمی میگیره و سود زیادی هست، خیلی از ملاکین مزارع گندم ایران و غیره را به تریاک اختصاص دادن و تریاک شد یکی از اقلام صادراتی ایران و به جاش واردات که پارچه های ماشینی و غیره بود به جای اون وارد میکردن. چای و قند و شکر هم وارد میشد و این از محصولاتی بود که بیشتر از اروپا وارد ایران شد. من دیگه در نیمه دوم قرن 19 است که واردات از صادرات پیشی میگیره، چون ارزش مواد اولیه روز به روز پایین‌تره، ولی ارزش مصنوعات میره بالا و ایران در تراز تجارت خارجیش وارداتش بیشتر از صادراتش. من حالا اینا رو بزنم که بریم جلو. که خب در اثر این جنگ ها و در اثر تجارت، نفوذ روسیه در ایران روز به روز بیشتر میشه و این گفته وزیر مختار جدید روسیه در ایران میگه که در مهمترین هدف بلند مدتی که ما در رابطه با ایران دنبال میکنیم به شرح زیر خلاصه میشود: حفاظت از تمامیت قلمرو شاه، بدین معنی که نه خودمان ادعا و مطالبات ارزی داشته باشیم، نه به قدرت سومی چنین اجازه را بدهیم. بدین ترتیب تدریج تمام نقاط ایران زیر سلطه خود ما خواهد بود، بیان که علائم ظاهری استقلال آن را نقض کنیم یا به ساختار داخلیش دست بزنیم. میگه وظیفه دیگر ما اینه که از نظر سیاسی ایران را مطیع خودمون بکنیم و ما با ابزار قدرت، کاملا قدرت اقتصادی که در اختیار داریم و سهم بزرگ بازار ایران در اختیار ماست، سرمایه ها و سوداگران روسی قادرن ایران را به طور انحصاری و آزادانه مورد بهره کشی قرار دهن. وقتی این رابطه نزدیک با همراه با پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن حاصل آید، شالوده های قوی بنیاد می‌گردد که ما بر اساس آن فعالیت‌های پرثمری انجام خواهیم داد. روسیه تجاری در میان بازرگانان و به درجه کمتر در میان ایالات دهقانان شمال کشور نفوذ فراوانی داشت و این همه راه نفوذ آن کشور را به دربار قاجار هموار می‌کرد. یکی دیگر از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران ارتش ضعیف قاجار بود که قابل اعتماد نبود. می‌دونیم که روس‌ها در ایران قزاق‌ها را تربیت می‌کردند و روس‌ها و قزاق‌ها هر روز صبح 3 بار به ترکی فریاد می زدن هورا امپراتور روسیه، چوخ ساغول شاه، زنده باد شاه ایران.
در این بین در اوائل قرن، وقتی که در اوائل قرن، یعنی اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19، جنگ های ناپلونی که انجام می شد با اروپایی و انگلیس و روسیه، ایرانی ها سعی کردن که با فرانسوی ها وارد قراردادهای بشن، ولی این قراردادها، تجارت ها زیاد نتیجه ای نداد، چون بلافاصله درگیری های دیگری ناپلئون داشت که نتونست با ایران قراردادهای دراز مدت رو انجام بده. یکی از کارهای این جالب بود که زمانی که ایران با انگلیس قرارداد بسته بود که به کمک ایران بیان در مورد تجاوز روسیه، اعلام کرد که این تجاوز نیست، و چون انگلستان با روسیه اتحاد بسته بود علیه فرانسه، علیه ناپلئون، به ایران کمکی در اون جنگ نکرد. موضوع مهم دیگه مسئله شرق یا بازی یا great game یا بازی بزرگه. در انگلستان اجماع فزاینده پدید آمد برای اینکه روسیه در آسیا به زیان ایران است. ایران عثمانی و آسیای میانه در حال توسعه بخشیدن به قرمه خود می باشد. از همین جا طرح مسئله شرق یا بازی بزرگ ریخته شد و در این طرح ایران به عنوان دولت حایر در برابر پیشروی و توسعه طلبی و فزاینده روسیه به سوی هندوستان از اهمیت استراتژیکی برخوردار شد. میدونیم که انگلستان هرات از ایران جدا میکنه و سعی میکنه که تا اونجایی که میتونه مانع بذاره که روسیه به هندوستان دست پیدا نکنه. حالا در زمان قاجارا یه رشته امتیازاتی داده شد که این امتیازات همش به ضرر ایران بود و به طور انحصاری، و بیشترش هم به انگلیس بود و بخشش هم به روسیه. این امتیاز بدترینش امتیاز بارون جولیوس دو رویتره که در 1872 شاه ایران امتیاز احداث راه آهن، خطهای تلگراف، کشتیرانی در رودخانه، بهره برداری از معادن و جنگل‌های دولتی، کارهای زهی کشی آبیاری در ایران به مدت 70 سال به بارون جولیوس رویتر از اتباع بریتانیا بگذار کرد، و این امتیاز مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جاده ها و خیابان ها و ایجاد کارخانه ها نیز حق تقدم داره، که شاه همه امتیازات را در ازای گرفتن 40,000 پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرد. البته با به گفته لرد کورزن، نایب سلطنه انگلیسی هندوستان، امتیاز رویتر بهترین و خارق‌العاده‌ترین مورد تسلیم تمام منابع صنعتی به خارجیان است، در حدی که کسی خوابش را هم نمی‌دید تا چه رسد به تحقق آن امید بسته باشد. البته افکار عمومی به قدری با این امتیاز مخالفت کردند که دولت مجبور شد اون را لغو کنه، و رویتر در ازایش غرامت خواست و از لغو امتیاز، که امتیاز تاسیس بانک رویتر که بعدا بانک شاهنشاهی را بود به اون دادن، و نیز امتیاز یک شرکت معدنی از شاه گرفت. شرکت مزبور در سال 1890 برای استخراج نفت دست به تلاش زد که بی حاصل بود. بانک حق چاپ اسکناس در ایران را به دست آورد و با این امتیاز بازار قرضه داخلی ایران را در کنترل خود گرفت، و بدین ترتیب 500,000 پوند یک بار و 200,000 پوند و 100,000 پوند به دولت ایران وام داد در سه مورد. ناصرالدین شاه امتیاز دیگر تنباکو رو به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد که به دنبال اون میدونیم نهضت توده‌ای آغاز شد و شاه به الغای امتیاز آن مجبور شد، و این شرکت 500,000 پوند استرلینگ از این بابت غرامت خواست و دولت این مبلغ رو از بانک شاهی انگلیس قرض کرد و به اون شرکت داد. امتیاز دیگری رو که کمتر جنجال برانگیخ بود اما به همان اندازه سرنوشت ساز، اجازه مخصوصی بود که شاه در ماه می 1901 اردیبهشت 1280 به ویلیام ناکس دارسی داد، با این مضمون که به جهت تفتیش، تفحص و پیدا کردن
استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی، نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا شد. دولت ایران در ازای امتیاز 20,000 پوند استرلینگ نقدان دریافت کرد و مقرر شد 16% از سود خالص سالانه نیز به ایران تعلق بگیرد. دوستان توجه کنه که این ایران سهمی در این شرکت نداشت، فقط از سود خالصش 16% میگیره. در 26 می 1908 5 خرداد نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران تمامی سهام آن را به دولت بریتانیا تعلق داشت. برای این منظور که برای منظور ایجاد شده بود، یعنی این دولت انگلیس این امتیاز رو گرفت و نیروی دریایی انگلیس صاحب این امتیاز شد. در زمان نیروی دریایی بریتانیا در زمان تصدی ویلسون چرچیل 1914 به منظور کنترل منافع مالی شرکت این را از 4 میلیون میلیون پوند استرلینگ سهام سرمایه شرکت را خریداری کرد. بدین ترتیب سهم ایران 20,000 پوند استرلینگ شد که در مقایسه با سرمایه شرکت بسیار ناچیز بود. چرچیل در 1923 مدعی شد که دولت بریتانیا 40 میلیون پوند استرلینگ از رهگذر این سرمایه گذاری سود برده، در حالی که سهم ایران تنها 2 میلیون لیره شده بود. علاوه بر سودی که از این امتیازها عاید بریتانیا شد، جمع مبلغ داد و ستد کشور در 1875 به 71 میلیون پوند استرلینگ میرسد که با حجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند سعودی تا جنگ جهانی اول ادامه پیدا کرد. ببخشید این جنگ جهانی اول اونجا رفته از این پایین بالا. روسا مهمترین امتیازی گرفتن امتیاز شیلات دریای خزر بود، یعنی انحصارش در دست روسا بود. جاده‌سازی، احداث خطای تلگراف، راه آهن و ایجاد بانگش انجام شد ولی راه آهنش انجام نشد. تعمق در رشته توافق‌هایی که برای احداث خط راه آهن در سال‌های 1890 تا جنگ جهانی اول ایجاد شد آموزنده است، یعنی نشون میده که بریتانیا و روسیه برای حفظ منافع خود به زیان ایران چه ترفندهایی را متوسل شدند که این راهن در ایران انجام نشه. بانک استقراری روس یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ در روسیه در ایران بود که در 1801 تأسیس شد و به زودی املاک زیادی را به رهن گرفت و وارد معادلات تجاری شد و وام‌های سنگینی را به دولت قاجار داد. حالا ما یکمی سریع بریم از اینجا. این هم روابط تجاری ایران هست در سال 1913 و 14 و همطور که میبینین روسیه اول 71%، بریتانیا 13%، عثمانی 8%، آلمان اصلا به 1% هم نمیرسه، فرانسه 1%، ایتالیا 3%، بلژیک به 0.05% و اتریش و اینان که قابل ذکر نیست دیگه. حالا جمعیت شناختی در زمان قاجار حدس میزنن که جمعیت دوران قاجار تخمین زده میشه که جمعیت جمعیت فکر میکنم بین از زمان صفویه بین 5 میلیون تا 10 میلیونه و ولی نوسان داشته، خب میدونیم به خاطر جنگ های داخلی و غیره. و من اینجا یه حدسایی میزنن برای رشد جمعیت در ایران که در طول زمان نرخ زاد و ولد بین 45 تا 50 نفر در هزار و نرخ مرگ و میر بین 40 تا 45 در هزار بوده. بنابراین رشد خالص جمعیت 0.5% بوده. برآوردی که از جوامع دهقانی به عمل اومده، نرخ رشد جمعیت ایران سالانه 0.5% تا 1% بوده. در فاصله سالهای 1873 تا 1910 بین 2 تا 3 میلیون نفر بر جمعیت ایران افزوده شده. باز این
درصد جمعیت رو نشون میده. ببینین در سال 1630 که هنوز دوران صفویه است، ایلات بین 33 تا 40 درصد جامعه ایران رو در جمعیتشون بود، دهقانا 45 تا 55 درصد و خورده کالایی 10 تا 10 درصد. این در 1800 میبینیم که از باز ایلات فرقی نکرده ولی دهقانا فرق نکرده ولی خورده کالایی اومده پایین. علتش هم کشتاری بود که زمان افغانا در ایران بیشتر در شهرها اتفاق افتاده. ولی 1914 ما میبینیم که ایلات شدن 25، دهقانا 50 تا 55 و شهرها شدن 17 تا 22 و بخش سرمایه‌داری هم شد 4 تا 3 درصد. در دوران قاجاریه قحطی ها و مرگ و میرهای زیادی اتفاق میفته و چندین قحطی بزرگ در این سالها هست. 1869 تا 1872 یک قحطی بزرگ هست و میگن مرگ نیم میلیون تا یک میلیون جمعیت رو از بین میبره. جمعیت اون موقع 9 تا 10 میلیونه و بیماری های زیادی هم در ایران میاد از وبا و بیماری های مختلف. نظام زمینداری در زمان قاجار مثل قبل یکی املاک دولتی و تیولداری هست که دولت میداده، مالکیت خصوصی هست، وقفی هست و خورده پا، و کسایی هم که اینا رو کنترل میکردن دیوانیان، مقام های سرشناس شهری، والیان حکام و رؤسای قبیله. دهقانا در سطحی محدود بودن، اصلا در هیچ حرکت اجتماعی هم شرکت نمی کردن و مالک ها در اونجا قدرت فائقه رو داشتن. در اونجا دهقانا مرفعی بودن که زمین داشتن ولی بیشتر دهقانا سهمبری داشتن، خوشنشین هایی که کار ثابتی و دائمی نداشتن و به طور فصلی کار می کردن. زنان فرق می کرد. به گزارش پالوویچ در سال 1910 ارباب حق داشت دختران رعیت را به عقد دائم خود درآورد. فقه شیعه نیست این زناشویی را به شرط رضایت درست می‌دانست و صحه می‌گذاشت. به رغم این عمل نادرست که شیوع آن به درستی نمی‌توان معلوم کرد، زنان و روستایان از لحاظ جنسیت خود در با زنان حجابدار شهری محدودیت‌های کمتری داشته. دختران دهقانان ایران درست مانند زنان و دختران دهقانان اروپا به خواست خود یعنی آزادتر بودن در روستاها. من در دیگه این در پیشوری هم میگه زنها کار میکردن، ولی برگردیم به بخش شهری، جمعیت شهری ایران بین 10 تا 14 درصد بود و 20 که بعد در 1914 به 20 تا 25 درصد جمعیت رسید و که جمعیت 500 تا 800 هزار نفر حدود 2 تا 2 نفر ببخشید از این 20 درصد تا 25 درصد یعنی 500 تا 800 هزار نفر، ولی وقتی که میرسه جمعیت به بالاتر در 25 درصد یعنی بین 2 تا 25 میلیون جمعیت ایران شهرهای ایران هست و در از 1860 به بعد آهنگ کند داشته، اما بعد شتاب پیدا میکنه. میدونیم که در 1868 قحطی است و جمعیت کم شده. دوره قاجار شما منظورتون 2 تا 2.5 میلیون نفر، چون فرمودین 2 تا 25 میلیون. نه 2 تا 2.5 میلیون، ببخش. بله. چقدر دیگه من بخترم؟ شما دیگه بختتون تاره به سر میاد. اگه بخوام من فقط میبرمش روی چیز دیگه. میبرمش روی یه طبقه کارگر اینا رو میذارم تو بحث. اینو فقط اینجا نشون بدیم که طبقه کارگر در سال 1914 صنعت نفت ایران انگلیس 6000 نفر، شیلات روسیه 3000 نفر و کارخونه ها 1650 تا 10000 تا بوده. مجموع کارگرها در همه چیز، قالی بافی همه چی،
147 هزار تا بوده. توجه بکنیم که جمعیت کارگران ایران در اون موقع در باکو و روسیه اون زمان تقریبا هم برابر بوده با جمعیت کارگرای ایران، یعنی کارگرای ایرانی خارج در همین مقدار 120 هزار نفر بودن. من حالا دیگه از این مسائلش میرم، چون میذارم اینا را توی بحث بدیم و من فقط میخوام جمع‌بندی رو بکنم و ببخشید دیگه. ببخشید این چیزه این نه ببینین این جدولم جالبه. درآمد ایران رو از 1807 تا 1907 تو 100 سال نگاه کنین، فقط به تومان نگاه نکنین، به تومان، به لیره استرلینگ نگاه بکنین که درآمد 1807 2 میلیون پوند بوده، در اون موقع میرسه به 1.5 میلیون پوند، یعنی چقدر دولت ایران از نظر مالی ضعیف میشه. خب با توجه به شواهد و مدارک، افزایش گریزناپذیر کنترل خارجی بر ایران و ازدیاد قدرت خارجیان در برابر ایران در چارچوب نظریه نظام جهانی، ایران از عرصه جهانی موقعیتی که در سده 16 و 17 و 18 داشت از دیدگاه ایرانیان کشوری که در اوج صفویه بود، از بخشی از هسته غیر اروپای جهان به شمار میرفت، در طول سده 19 به حاشیه نظام سرمایه‌داری جهانی کشانده شد. اواخر قاجار به وضوح در تعریف والترشتاین در این قرار میگیره که ایران حاشیه اقتصاد جهانی است و از آن بخش از جغرافیایی است که عمدتاً اجناس نامرغوب تولید میکند، یعنی اجناسی که در ازای کار آن مزد خوبی پرداخت نمی شود، اما در این حال بخش جدایی ناپذیر نظام جهانی تقسیم کار است، زیرا کالاهایی که در این بخش تولید می شود در مصرف روزمره اهمیت زیاد دارد. تبادل فزاینده مواد خام و اولیه ایران، تریاک، برنج، پنبه، گندم، توتون، تنباکو، خشکوار، گردو، ابریشم و پشم و فرآورده های صنعتی اروپا و که در کنترل اروپایی است و بر تجارت و ایران تحت کنترل اروپایی است، تجارت، تعرفه ها، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل خشکی، همه شاخص های قدرتمند و نشانه های آشکار این الگوی جدید وابسته شدن در و حاشیه شدن است. یعنی دیگه ایران خودش تمام این کنترل از دست داده. ببخشید من اینو فقط ببرم اینجا. در تئوری ایران از نظر عرصه خارجی عمدتاً بیرون از مدار اقتصاد جهانی رفته و ایفای نقش حاشیه‌ای داشت، در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری مواد خام میداد و مواد ساخته شده مصنوعات رو میگرفت که خب این اختلاف قیمت داره و به ضرر کشور بود. در اواخر قاجار شیوه تولید سرمایه‌داری جدید پا به عرصه وجود نهاد که از نظر تاریخی منحصر به فرد بود. در رأس ببخشید در نسل سرمایه خارجی سیطره داشت. بخشی از طبقه کارگر ایران خارج از روسیه، خارج از کشور یعنی در روسیه شکل گرفت. ضعف روزافزون قاجاری در برابر قدرت دولت‌های غربی و سلاح‌ها و اقتصاد قدرتمندشان به بحران مالی و بحران مشروعیت در داخل کشور دامن زد. تماس با اقتصاد جهانی موجب پیدایش فشار بر ایجاد اصلاحات و نوسازی پاره‌ای از نهادها گردید، اما حاصل آن مرکزیت قدرتمند دولت قاجار نبود. از بخت بد دودمان قاجار نمانند صفویه قدرتمند بودند، نه همچون سلسله‌های زودگذر سده 18 هم دور از دسترس استعمار غرب قرار داشتند که به آسانی تحت سلطه در نیایند. سرمایه‌داری از خارج و زیر پوشش دو رقیب قدرتمند روسیه و انگلیس به ایران وارد شد، در حالی که دو قدرت نامبرده امید به ببخشید این عکس میاد اینجا من اینو از دست داده بود، زیرا دیدیم که وابستگی دارای جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک است. قدرت نظامی و قدرت نظامی ایران را به ایران تحمیل شد و سلطه اقتصادی به دنبال سلطه نظامی آمد و سرانجام دو قدرت غربی و شرقی کنترل سیاسی استراتژیک ایران را یعنی ببخشید شمالی و جنوبی این اشتباه نوشته کنترل استراتژیک ایران را به طور کامل در اختیار گرفتند و
جنبش‌های اجتماعی که پدید اومد. این جنبش‌هایی که عمدتاً در برابر وابستگی بودن، قدرت سلطه در اواخر 19 دولت قاجار و متجاوزان خارجی رو هدف قرار گرفتن. و بخش دیگری، علتی که من راجع به جنبش‌های اجتماعی از جنبش تنباکو گرفته تا جنبش بابیه و جنبش مشروطه صحبت نکردم، برای این بخش است که آقای دکتر باران صحبت خواهد کرد. خیلی متشکر و ببخشید که سرتون رو درد آوردم. خیلی ممنون رحیم جان، متشکر. من اینجا از دوستان خواهش میکنم که اگر کسی نظری، صحبتی، سؤالی در رابطه با موضوعی که آقای باجوری ایراد کردند صحبتی دارند، لطف کنند در قسمت پایین زوم شما میبینید به سمت پارتیسیپیشن، اونجا شما میتونید برید. مکسی میکنیم که ببینیم اگه دوستان علاقه من هستند یا سوالی نداری دارند دستشون رو بلند کنند. خب خدمت سوال جواب ما با فعلا این دو نفر شروع خواهد شد. حالا در کنار این صحبت ها که افراد دیگه هم اضافه شدن، من اسمشون رو می نیستم و الان ظاهرا دو نفر دیگه اضافه شدن. یکی هست به نام کانون دوستداران فرهنگ ایران، اسم نمی بینم. فرشید جان، آقای فرشید موقعیمی. نفر بعدی من می بینم خانم پریوش. نفر دیگه خانم مونیکا وکیلی. خب 1, 2, 3, 4, 5 فعلا ما 5 نفر از اسمشون رو اونجا میبینیم. من از آقای باجوری خواهش میکنم که یکی یکی از دوستان خواهش میکنم سوالاشون رو ایراد کنند و شما جواب بدید و به نفر بعدی. اگر در کنار این دوستان افراد دیگه اضافه شدن، بعد ما باز تقسیم بندی میکنیم، ولی فعلا زمانمون نمیدونیم به حدود 3 تا 4 دقیقه هر سخنران اگر صحبتی دارن میتونن صحبت یا سوالشون رو ایراد کنم. نفر اول خانم، اجازه بدید من اسمارو یه بار بخونم ببینم آیا من قلم ننداختم. خانم فولادی، آقای بیژن باران، آقای فرشید مقیمی، خانم پریوش مقدم و خانم مونیکا وکیلی هستن فعلا. خب خانم فولادی شما بفرمایید سوالتون. خیلی ممنون رحیم جان، استفاده بردیم. اولا خواستم بگم که عباس میرزا کشته نشد. عباس میرزا بیمار بود و متاسفانه یک فرد وطن پرست، یک ولیعهد وطن پرست بود، یک سیاست مدار وطن پرستی بود که در جوانی به علت بیماری از دست رفت. و همین عباس میرزا شروع، یعنی با ارتباطاتی که با فرستاده ناپلئون داشت و گفتگوهایی که میکرد، بالاخره متقاعد شد که ایرانی ها رو به فرنگ بفرسته و اونجا تحصیل کنن و برگردن به ایران خدمت کنن و یک انقلابی در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران میخواست به وجود بیاره که متاسفانه موفق نشد. البته جنبش مشروطه در پی همین اعزام ایرانی ها به اروپا پیش آمد. من سوالی که دارم اینه که وقتی مقایسه میکنیم هند رو با ایران، میبینیم که خب اونا در واقع تحت لوای انگلیس بودن، کلونی انگلیس بودن و از ایرانی هم خیلی عقب مانده تر بودن، ولی چه شد که اینا وقتی که خودشون رو از زیر یوغ انگلیس بیرون کشیدن اینقدر جهش اجتماعی کردن، اینقدر تونستن پیش برن که الان هند یکی از قدرت‌های دنیاست، چقدر تحصیل کرده داره، چقدر واقعا در زمینه آیتی و در خیلی زمینه‌های دیگه پیشرو در دنیا، در زمینه دموکراسی. ولی چرا، علتش چیه که ایران نتونست خودش رو جلو بکشه؟ همونهایی که رضا شاه به اروپا فرستاد، یعنی این سیاست فرستادن
ایرانی ها به اروپا برای تحصیل و برگشتن به ایران و خدمت کردن رو رضا شاه هم ادامه داد. خیلی از اونهایی که رضا شاه به اروپا فرستاد، مثل مهدی بازرگان، مثل کریم سنجابی، اینا در زمان انقلاب رفتن زیر پرچم یک فرد بسیار عقب مانده ای و اینا به رضا شاه میگفتن دیکتاتور، ولی هیچ وقت مطالعه نکردن ببینن که این خمینی که اینا رفتن زیر پرچمش و حکومت پهلوی رو ساقط کردن چه شخصیتی بود، که حکومتی که خمینی به وسیله آدم‌های مثل مهدی بازرگان و سنجابی برپا کرد ایرانو داره نابود میکنه. علتش چیه؟ چرا ایران نتونست مثل هند پیش بره؟ خیلی ممنون. خواهش میکنم خانم فولادی، اگر لطف کنید دستتون رو بیارین پایین. سوال کنندگان بعد از اینکه سوالشون تموم شد دستاشون رو بیارن پایین که ما به صدا نکنیم. ولی من از دوستان خواهش میکنم موضوع صحبت آقای باجوری که یه مقداری مختصر در از صفوی شروع کردن ولی بیشتر موضوع قاجاریه بوده، من فکر میکنم اینجا به عهده خود آقای باجوری، ولی فکر نمیکنم در رابطه با حتی پهلوی یا رژیم کنونی که در ایران یا بعد از انقلاب پیش اومده اشاره کردن که شما بخواین سوال بکنید. ولی من میدونم بختی آقای رحیم باجوری که اگه صلاح میبینن چطور جواب بدم. خواهش میکنم موضوع صحبتون در رابطه با این قسمت از صفویه تا قاجاری که ایشون صحبت کردن در اون مورد سوالاتون بکنیم خیلی بهتر خواهد بود. ممنون. بفرمایید آقای باجوری. بله، اولا خیلی متشکر فیروز جان از این نکته که گفتی، من اشتباه لپی بود. بله درسته، عباس میرزا فوت شد نه کشته شد، اگر گفتم کشته شد اشتباه است، ولی فوت شد، برای همین پسرش محمد شاه شد پادشاه، اون ولیعهد بود. و خیلی هم در تجاربی که از جنگ در جنگ دوتا جنگ روسیه به دست آورد واقعا میخواست که ارتش ایران یعنی تغییرات بکنه، ولی متاسفانه فوت شد و نتونست اون رفورم ها و اون اصلاحاتی رو که میخواست انجام بده. توجه بکنیم که ارتش ایران ارتش منظمی نبود مثل ارتش روسیه و ارتش عثمانی، از ایلات تشکیل میشد و اینا هر موقعی که جنگ داشتن میمدن و سلاحاشون هم سلاحای خیلی ابتدایی بود و خیلی روشن بود که نمیتونن در مقابل این ارتش های منظم روسیه و عثمانی که اروپایی شده بودن مقاومت بکنن. و علت شکستش هم در جنگ‌های که به ترکمنچای و به اول عهدنامه گلستان و بعد ترکمنچای انجامید، اینا در اثر نداشتن یک ارتش منظم یک نیروی قوی بود. و متاسفانه قاجاری هم از همپاشیدگی صفوی رو درس نگرفتن که بتونن یک ارتش منظمی ایجاد بکنن که بتونه از ایران از مرزهای ایران دفاع بکنه. این یه نکته. نکته دیگه که در مورد هند گفتین، ببینین یه نکته که در مورد ایران هست، ایران درسته که مثلا من الان نشون دادم که درگیری های داخلیش این اون باز اون سریال HBO هست، بازی تاج و تخت، گیم آف ترونز، واقعا در هر گروهی که میمده گروه قبلی رو از بین میبرده و باعث میشده که نه تنها گروه قبلی رو میبرده، بلکه بسیار از پادشاه ها افراد و فرزندان و اطرافی خودشون هم از بین میبردن. اتفاقا قاجاریه یه نکته مثبتی که داشتن، فتحعلی شاه میگن تعداد زیادی زن گرفت و حدود 110 تا پسر و دختر داشت که اینا با ازدواجی که با سران ایلها و فرزندان سران ایلها و بقیه نیروهای قدرت داشتن، در سال 1860 ما بیش از 10,000 نفر اشرافیت قاجاری داریم و این برای ثبات کشور ایجاد در بر اون زمان خیلی مهمه که یک طبقه ای از اشراف به وجود بیاد، که البته میدونیم که خیلیشون اینا با نهضت‌های پیشروی ایران همراهی کردن، خیلی از این شاهزاده قاجار ایده های نو و مترقی آوردن.
یعنی وجود، یعنی یکی از اشکالات ایران اینه که هیچ موقع اون طبقه که بتونه طبقه اشراف باشه که بعد بتونه به طبقه سرمایه داری تبدیل بشه و باعث پیشرفت بشه نشد، فقط در زمان قاجار بود. این که آیا ایران بهتر بود مستعمره میشد مثل هند یا نه، این خیلی این بحث میکنن که مثلا خب اگر ما مستعمره میشدیم حداقل مثل هنگ کنگ بودیم. نه، خب خیلی کشورهای هم مستعمره شدن که پیشرفت نکردن. حالا هند رو که شما میگین، ببینین هند یه قاره است برای خودش و به نظر من قابل مقایسه با ایران نیست، بلکه و بعدم هر کشوری رو که شما میخوام بگین که پیشرفت میکنه، اون نخبگانش رو نگاه کنین. نخبگان هندی بودن که حالا چه از در استقلال هند نقش داشتن، چه در پیشرفتی که الان در چین در هند هست. ولی در ایران ما متاسفانه این نخبگانی که بتونن پیشرفت بکنن نداشتیم. و مسئله استبداد خیلی مسئله مهمیه. ببینین، حالا من نمیخوام وارد بحث های دیگه بشم، ولی یه فرقی از بین رضا شاه و محمد رضا شاه. رضا شاه خودش آدم خب واردی نبود توی مسائل، ولی سعی میکرد از بهترین آدما برای هر کاری که میخواد استفاده بکنه، از تیمورتاش گرفته تا داور تا فروغی، همه آدمای مهم رو به خدمت گرفت که ایران پایه ایران نوین رو گذاشت. ولی حالا دیکتاتور بود، دوران سیاهی بود، اونا به جای خودش، ولی شاه تمام آدمای با شخصیت رو خانه نشین کرده بود. برای همین یه شخصی مثل آقای خمینی میتونه قدرت بگیره. ببخشید من نمیخوام زیاد وارد بحثای امروزی بشم و فقط یه توضیح کوچیکی بود که میخواستم به فیروزه جان بدم. خیلی ممنون جناب آقای. نفر بعدی آقای بیژن باران هستن. از دوستان احیانا اگر صحبتی سوالی دارن خواهش میکنم دستاشون رو به صلاح تو قسمت پارتیسیپیشن برن، دستشون رو ریز هند کنن. من میبینم که مثل این که خانم آتی وکیلی هم دستشون رو بلند کردن، همینطوری من اسمشون رو وارد میکنم. نفر بعد از خانم مونیکا وکیلی خواهند بود. خانم آتی وکیلی، عرضم با حضور شما دیگه کسی رو فعلا باز من نمیرم، میریم به قسمت آقای بیژن باران. شما سوالتون رو بفهمید، بعد از سوالتون خواهش میکنم دستون از تصویر بیرین پایین. آقای باران ما صدای شما رو نداریم فعلا، نمیدونم، البته میوت نیستید ولی صداتون نمیاد. مثل این که شما فعلا اشکال تماسی دارین. اگر اجازه بدین پس ما بریم به نفر بعدی که تا شما الان باز میوت شد. ظاهرا شما میوت کردین خودتونو، آن میوت شد، صحبت بفرمایید. خب آقای بیژن باران رفتم میوت فعلا تا برنامه‌شون کامپیوترشون درست بکنن. ما به نفر بعدی میرسیم، آقای فرشید مقیمی. آقای فرشید مقیمی خود درست کنین، سوالتون بفرمایید. خیلی متشکرم رحیم جان، به هر حال بحث خوب و بسیار طولانی هست که این همه سالها رو شما بتونی در 45 دقیقه خلاصه کنی و بگی و نکات اساسیش رو مطرح کنی که خیلی مهمه. یکی در مورد جنگ های بین ایران و روس که حتی جاهایی هم گفته شده که عباس میرزا هم تمایل نداشت وارد یه سری جنگ ها بشه، ولی نقش روحانیت و کسانی که گفته بودن که ما دعا میکنیم برای پیروزی شما و غیره و غیره چی بود که به هر حال اکثر این هم با شکست مواجه شد، شکست خورد، چون در واقع ارزیابی درستی از نیروهای نظامی ایران، نیروهای نظامی روسیه وجود نداشت که چقدر اینا میتونن، اینا به اصطلاح با دعا و غیره متوسل شده بودن که پیروزی بشه که نشد. یکی دیگه مقایسه کوتاهی شما کردین بعد از دوران صفویه که
توی جمع‌بندی هم گفته شد که دوران صفویه تقریبا ایران از نظر جهانی در سطح کشورهایی بود که باهاش معاملات تجاری انجام میدادن. منتها ایران عمدتا تو بخش تجارت به اصطلاح عمده بود، در نه در بخش مثلا محصولات جدید یا کالاهای جدید، ولی این آمارها هم نشون میداد که ایران با خیلی از کشورهای اروپایی به خصوص در زمان شاه عباس تقریبا در یک سطح بودن با یه سری تفاوت‌ها، یعنی در واقع در نقش حاشیه‌ای نبوده. ولی این چیزی که شما آخر گفتین که بعد از دوران قاجار ایران در واقع شد حاشیه به اصطلاح چیز جامعه سرمایه‌داری، نه در کنار جامعه سرمایه‌داری، اون بحث رو آره اونو یه مقدار توضیح بدین. خیلی متشکرم. من جواب بدم یا بفرمایید آقای باجوری؟ بفرمایید. اولا در مورد اون تحریکات روحانیون حرفتون درسته، یعنی خود عباس میرزا واقف بود که نمیتونه در مقابل روسیه باشه، ولی تحریکات روحانیون که مردم رو تحریک کردن و نمونه های زیادی هست از تحریک روحانیون در مسئله جنگ ها و جنگ روسیه، و مسلما این یک جنگ نابرابر بود و عباس میرزا هم ازش خبر داشت، ولی مجبور شد که در این جنگ ها بره. روحانیون نقش مخربی داشتن در این جنگ و مردم رو تحریک کردن که علیه کافرین بجنگن و خودشون عملا کنار کشیدن و عباس میرزا هم در این دو جنگ شکست خورد. این یکی مسئله. این که ببینید در رابطه با مسئله صفویه درسته، ببینید در زمان صفویه ایران عمده تجارتش چی بود، با کجا بود؟ با آسیای میانه بود، با عثمانی بود، با هند بود و تراز مثبت داشت. خود شهر اصفهان با شهر لندن مقایسه می شد از نظر کلی از تاجرهای از هند و غیره اومده بودن در ایران و خط تجارت بین ایران و هند و آسیای مرکزی بود و ایران صادراتش صنعتی بود نه مواد خام. تغییری که بعدن کرد این بود که به خاطر ورود اجناس ساخته شده اروپایی این اجناس از بین در ایران از بین رفت و این ساخته این کارگاه هایی که بودن، من حالا نشد اسلایدش رو نشون بدم چون خیلی سریع رفتیم دیگه، ولی اومدن این اجناس کلی از کارگاه هایی رو که در شیراز و اصفهان و کاشان و یزد بود نساجی رو اینا رو از بین برد و به جاش جایش رو مواد خام کشاورزی مثل تریاک و ابریشم و بعدم که تنباکو اومد و اینا این تجارت رو گرفت. یعنی درست به این خاطر که مصنوعات ساخته شده غربی وارد شد، یعنی از انگلیس و کشورهای دیگه، نتونست تولید داخلی رقابت بکنه و از بین رفت و اون بازارهایی هم که ایران داشت مثل هندوستان یا انگلیس گرفت و آسیای مرکزی هم که به دست روسا افتاد، برای همین این تفاوت به وجود اومد. تمام شد جناب بجاغلی؟ بله بسیاری. آقای بیژن باران شما میتونید صحبت بکنید؟ ظاهراً اشکال هنوز برطرف نشده. الان شد میوت. الان فعلا میوت هست جناب باجو. جناب باران. خب میخوام روی اون کار کنیم، باز من باز به شما برمیگردم اگر اجازه بدیم بریم نفر بعدی. بعد از شما آقای فرشید مقیمی اگر ممکنه دستتون رو بیارین پایین، شما صحبتتون رو کردید که ما اشکال ایجاد نشه بعدم، و یه نفر دیگه که به سوال کنندگان اضافه شده به نام آقای منچر میام میبینم، ایشون هم بعد از نفر بعد آخر خواهند بود فعلا،
نفر بعدی خانم پریوش مقدم، فکر اجازه بدیم من اشتباه رو ببینم نمی کنم. خانم بله، خانم پریوش مقدم بفرمایید. سعید جان، به یه دلیلی خانم پریوش دیگه تو زوم نیستم و فکر کنم دلیلش رو نمیدونم، من میرم برای خانم مونیکا وکیلی، شما میتونید. خب مثل اینکه خانم پریوش ما نداریم اینجا. صدای من میاد؟ خانم مونیکا صداتون میاد؟ بله بفرمایید سوالتون. بله آقای باجوقی، خیلی ممنون از صحبتاتون، خیلی یاد گرفتم و واقعا این مقدار زیادی آدم متاثر میشه، ولی خب این تاریخ مملکت ماست، مملکتی که ما بهش افتخار میکنیم، ولی خب ببینیم که این همیشه یک جاش ایراد داشته. من دو تا سوال داشتم، میخواستم آیا شما آماری دارید که در زمان قاجاری چند درصد مردم با سواد بودن؟ نه سوادی که بتونن، نه سوادی که ملاها برای خر کردن مردم بهشون یاد میدادن، سواد اکادمیک چند درصد مردم میتونستن با سواد باشن در زمان قاجاریه؟ چون این سوادی که ملاها یاد میدادن بدتر مردم عقب افتاده میبردن، ولی سوادی که بتونن دانشگاه برن اون درصدش آیا شما اطلاع دارید چند درصد بوده؟ و سوال دوم من ای که راجب کریم خان زند، خواستم یه مقدار دیگه راجب کریم خان زند بگید که در زمان ایشان چطور بوده. البته شما راجب قاجاریه دارید صحبت بکنید، اگه بخشید راجب کریم خان زند هم خواستم یه مقدار در اون زمان بگید. متشکرم. خیلی ممنون خانم وکیلی. اگر لازم کنید دستتون رو هم بیارین پایین که اشکال ایجاد نکنه در برنامه ما. آقای باجوقلی خواهش میکنم بفرمایید. بله همونطور که گفتین سیستم آموزشی و سیستم تا حتی سیستم قضایی ایران دست روحانیون بود در زمان قاجار، و شما خارج از سیستم مذهبی اولین کوششی که برای ایجاد یک مدرسه‌ای که به طور علوم مدرن رو درس بده دارالفنونه که امیرکبیر ایجاد کرد. یعنی قبل از امیرکبیر و دارالفنون ما مدرسه‌ای که به صورت علوم جدید رو درس بده یا به مدرن باشه نداریم. برای همین پیش بینی میکردن که، یعنی حدس زده میشه نه که میشه، حدس زده میشه که 5% جمعیت شهری ایران با سواد بودن. حالا اولا روستایی ها که به هیچ وجه، یعنی خیلی کم، اگر روستایی هم میخواست علم و اینا پیدا بکنه میمد شهر، خود ده که شرایطش نبود، که ایلات هم که نبودن. شما ببینین ما 10% جمعیت شهری بودن، از این 15% میگن 5% جمعیت ایران با سواد بودن. وقتی میگن با سواد بودن منظورشون خواندن و نوشتن بلد بودن، نه چیز دیگه. و اینا خب در مدارس دینی بود، یعنی مکتب هایی که به صورت قدیم بود. اولیش در زمان گفتم هم تو دارالفنون ایجاد شد، و بعد از دارالفنون در زمان بعد از انقلاب مشروطه است که مدارس نوین شکل میگیره. بعضی این مدارس را هم این هیئت های مذهبی ایجاد کردن. مثلا در خود اصفهان من میدونم که دو تا از دبیرستان هایی که معروف اصفهان، اینا قبلا توسط انگلیس ها ایجاد شده بود. خود دانشگاه مثل اینکه البرز، دبیرستان البرز هم یه گروه مذهبی انگلیس ایجاد کرد، فرانسوی هم آوردن، و بعد خود کسای ایرانی هایی بودن که مدارس رو ساختن. یعنی به هیچ وجه ما دوران قاجار از اوائلش و غیرش اون باسوادی که تعریف شما هست رو متاسفانه نداشتیم. اما در مورد کریم خان، من توضیحی که دادم، کریم خان خودش رو وکیل الرعایا دونست و پایتختش هم شیراز بود. الان شما اگه برین شیراز میبینین که مسجد وکیل، بازار وکیل و
خیلی از ساختمان هایی هست که به دست این رهبر ایران ولی رهبر کریم خان ساخته شد. کریم خان خیلی عادل بود با مردم، خیلی در اون زمان شرایط مردم بعد از درگیری های زیادی که بعد از افغان ها و زمان نادر شده بود در صلح و آرامش بودن و کریم خان در واقع یکی از استثناءات تاریخ ایران هست که به تو عدالت رو رعایت میکرد، مالیات کم از مردم میگرفت. همطور که من گفتم توی منابعی که داشتم وقتی که فوت کرد گویا 7 تا 8 هزار تومان اون روز، خب تومان خیلی فرق خیلی زیاده، ولی در مقابل نادر که 58 میلیون مثلا ثروتش در خزانش بود، کریم خان سعی میکرد که مالیات از مردم کم بگیره، به آسایش و آرامش و بحث معیشت مردم فکر میکرد، با تجارت خارجی رو هم سعی میکرد گسترش بده. به هر حال کارنامه خیلی مثبتی داره کریم خان. مرسی جناب باجوقی. من خانم پریوش مقدم رو میبینم اومدن رو زوم، ولی نمیدونم آیا هنوز سوال دارن یا نه، چون دستشون پریزن نیست. اگه سوال دارن یه لحظه خواهش میکنم نگه دارید. آقای بیژن باران، آیا مسئله شما درست شد از طریق کامپیوتر زوم؟ ما هنوز صحبت، البته میوت هستید شما. آن میوت. بله، خواهش میکنم سوالتون بفرمایید. خیلی ممنون آقای باجوقلی، سخنرانی خوبی بود برای 45 دقیقه یه ساعت، 130 سال و خوب گنجونده بودین، رؤوس مطالب گفتین. اگر مقایسه بکنیم دوران قاجار، اولا لغت قاجار، اولا قاجاریان ترک بودن، 130 سال سلطنت کردن. خود لغت قاجار به ترکی یا مغولی به نام قاچار دونده معنی میده و همریشه با این در زبان فارسی فعلی هم قاچاقچیه که از همون لغت قاچار اومده. نکته بعدی اینه که من یه مقدار خاطراتی که خودم از دوران قاجار یادم میاد براتون میگم. فتحعلی شاه 100 همسر داشت و حدود 75 پسر، 203 تا دختر. وقتی که مرد 784 نفر دوره در مراسم مرگ او شرکت کردند و این گروه واقعا تقریبا میشه 200 سال، ظرف 200 سال این گروه در کشورهای ایران و آذربایجان و اروپا و آمریکا پراکنده هستند. مشخصا یکیشون سارا شاهی، یه هنرپیشه آمریکایی است که در آمریکا فعالیت میکنه. از یکی دیگه از خاندان همین نبیره ها یا ندیده های فتحعلی شاه، مرحوم افشارتوسه که رئیس پلیس تهران بود و دربار به قتل رسوند. نکته دیگه این که سوال مرکزی دوران قاجار با پهلوی، اگر پهلوی که دفعه بعده، به هر جد محمد شاه یکی از پادشاه های خوب قاجار بود که جملات خوبی رو من اینجا دارم. یکیش میگه که تمام بدبختی ما از اسلامه. این از زبان یه پادشاه بیرون بیاد خیلی مهمه. در دوران محمد شاه فعالیت های شد، حدود 10-15 تا دانشجو رو فرستادن به اروپا و یکی از این آدمایی که رفت اروپا و برگشت ملکم خان بود که در جنبش مشروطیت فعال بود. ولی بجد سرانگشتی اگر مقایسه کنیم، 130 سال قاجار با اینی که جامعه تولیدش افت کرد و در حالی که غرب چاره‌اش به طرف رشد سرمایه‌داری میرفت و به ویژه با کشورهای استعماری که نیروهای دریاییشون خیلی قوی شده بود،
در ایران رشد متأسفانه رشد یعنی کاهش ما داشتیم از نظر تولید اقتصادی. به هر جهت بعد از 130 سال دوران قاجار ما شاهد انقلاب مشروطیت هستیم و دوران پهلوی که 57 سال یا نصف دوران قاجار بود با 7 شاه بود، نتیجه دوران پهلوی که حالا بعضی با عواطفی که دارن صحبت میکنن نتیجهش انقلاب اسلامی یا ولایت فقیه شد. بنابراین سرانگشتی که بگیم با اینی که ورود استعمار و عقب افتادگی اقتصادی بود، ولی به هر جهت ایران لنگان لنگان خودش رسوند به انقلاب مشروطیت. ولی دوران بعد، دوران سلسله پهلوی که نصف قاجار بود، نتیجهش ولایت فقیه بیرون اومد. دیگه اینکه وقتی هستش، اینکه دوران محمدشاه یه مقدار کارهای فرهنگی شد، چاپخونه ها در تهران، ارومیه، اصفهان و جاهای دیگه راه افتاد. چیزای مهمی که در دوران محمدشاه بود زیاد بهش توجه نمیشه، شکنجه منع شد. یعنی خود شاه دستور داد که برده فروشی منع بشه، دوربین عکاسی وارد ایران بشه. به هر جهت یه مقدار روابط مترقی به وجود اومد. بعضی از این نواده های فتلی شاه، یکیشون هم همسر چهارم رضا شاه بود یا رضا خان، دیگه آدم های خیلی فعال، همونجور که آقای باجغلی توضیح دادن، یک سلسله قاجار یک لایه اشرافیت در ایران به وجود آورد که اینا تا دوران پهلوی و تا الان دیگه ممکنه ضعیف شده باشن، ولی برجت به کشورهای خارج رفتن. خاطرات خود من دوران کنفدراسیون در سنت لوئیس برای فعالیت های بزرد با اردشیر با زاهدی اینا، در یه خونه ای رو من زدم، در باز شده، خانوم اومد بیرون، ایشون گفت که از نوادگان فتلی شاست یا قاجاره و تشویق کرد که برای دیکتاتوری مبارزه بشه و از اینجور چیزا. دیگه سوالی من ندارم. خیلی ممنون جناب باران. لطف کنید دستتون رو بیارین پایین. آقای باجغلی، شما صحبتی دارین در رابطه با صحبت‌های آقای بیژن باران؟ به هر حال بیشتر که خب نظرشون رو گفتن و منم خیلی نکاتی که گفتن باش موافق هستم دیگه، ولی اگه سوال مشخصی من ندیدم، اگه سوال مشخصی هست بگین که چیز، یعنی نکته این بیشتر نظرشون گفتن، خب خیلی عالی. من همطور برداشت کردم. بله، خب من فکر می‌کنم خانم پریوش مقدم اومدن، ولی چون می‌خوام اون به صورت نظم برنامه به هم بخوره، شما نفر سوم خواهید بود از حالا. الان آقای منوچهر من می‌بینم، بعد از اون خانم پریوش امام قریشی رو می‌بینم و بعد شما پریوش خانم. اگر اشکالی نداشته باشه همچین پیش بریم. ممنون. آقای منوچهر شما رو صداتون داریم، برای تصویرتون نداریم، بفرمایید. تشکر از دوستان و به خصوص رحیم عزیز که بحث به این خوبی رو خیلی منسجم آوردن و این کار ساده نبود با توجه به دورهای مختلفی رو که باید در بر میگرفت بحثتون. در ارتباط با بحثایی که شد، به دو تا سورس من میخوام اشاره بکنم که خودم اخیراً استفاده کردم، مطالعه میکنم و اینا. کتابی هست از آقای عباس امانت به اسم تاریخ ایران مدرن. این کتابی که به تازگی حداقل به فارسی چاپ شده، اکتبر 2021 یعنی آبان 1400. بخشایی از اون برمیگرده به همین سلسله مراتبی که دوستان اشاره کردن بهش، که چگونه سیستم حکومتی قاجار جلو میرفت. مسئله این بود و در این سیستم از همون شاهزاده‌ها خیلی استفاده میشد و
زیاد داخل اون نمیرم، ولی به هر حال اینجوری بودی که شاهنشاه به خود فتحعلی شاه لقب شاهنشاه داشته، شاهزادگان عمده شون اونایی که سنین بالاتری داشتن قدرت بیشتری داشتن و اینا شاه محسوب میشه. مثلا صحبت عباس میرزا شد که به تبریز فرستاده میشه، در واقع اون خودش شاه اونجا میخونده و اینا. مشخصا در ارتباط با عباس میرزا دوستمون فیروزه اشارات خوبی کرد که منم نکاتی رو در همون زمینه تاکید میکنم. عباس میرزا بین سالهای 1789 تا 1833 زندگی کرده بوده و شایسته ترین پسر فتحعلی شاه بوده، با لقب نایب السلطنه که والاترین مقام شاهزادگان بوده به تبریز فرستاده میشه. وزیری داشته به نام میرزا عیسی قائم مقام یا میرزا بزرگ که یکی از صاحب منصبان زند بوده از منطقه فراهان و توانمندترین سیاستمدار اوایل دوران قاجار بوده. مراودات دیپلماتیک، باز اینم فیروزی عزیز اشاره کرد، مراودات دیپلماتیک عباس میرزا با روسیه و بریتانیا اولین مراودات ایران قاجار با امپراتوری‌های اروپایی بوده. طی دو دور جنگ با روسیه تبریز مرکز دیپلماسی و ستاد عملیات نظامی شده بوده. در حال تهران در اون زمان بهش به عنوان دارالخلافه رجوع می شده و اونم در مقایسه بوده با خلافتی که یا در رقابت با خلافت عثمانی که اونم دارالخلافه داشتن، ایران هم دارالخلافه، تهران به حساب دارالخلافه بوده و بقیه قسمت ها زیر نظر تهران بودن، یه حالت چند قطبی بوده. این بخش هایی که گفتم در همون کتاب تاریخ ایران مدرن عباس امانتی نکاتی بود، از اون اشاره کردم. کتاب دیگه ای که وقت دارم هنوز؟ کتاب دیگه ای که به بحثای اخیر، بحث امروز به خصوص میخوره و اینا، کتاب تاریخ ایران بین دو انقلابه که از آقای آبراهامیانه. در این کتاب به دو مرحله اشاره میکنه، یکی از مرحله دومش من شروع میکنم. در اواسط قرن 19 با قدرتگیری قدرت‌های خارجی، نفوذ بیشترشون، ضعف حکومت‌های قاجار و امتیازات فراوانی که به اونا، به بازرگانانشون و اینا میدادن، این باعث یک نوع سراسری شدن اون اعتراضاتی بود که در قبل از اون به شکل محلی انجام میشد صرفا. یعنی بازرگانان در جاهای مختلف با یک دشمن مشترک، با یک رقیب مشترک باید دست و پنجه نرم میکردن. این تغییر کرد، یه تغییر کیفی بود که درست به خاطر ضعف حکومت و اینکه قدرت‌های خارجی دیگه در واقع به همه شکلی میتونستن اعمال نفوذ بکنن، گمرک نمیدادن، حتی گمرک‌ها رو در اختیار میگرفتن، انواع و اقسام قراردادها بسته میشد که به نفع اونا بود و اینا. در درون ایران تجار، بازرگانان، پیشه‌وران، اخشار مختلف چوب اینو میخوردن و در نتیجه
مبارزات همگانی شد، سراسری شد، یه حالت ملی پیدا کرد. در قبل از اون، یعنی در نیمه اول قرن 19، حالت گروهی و طبقاتی بود، یعنی به طور مشخص آقای آبرامیان به 4 طبقه اشاره میکنه که اشراف بودن، نخبه‌های ملی و محلی رو اشاره میکنه بهشون و به نخبه‌های که جزء حکومت بودن به اونا اشاره میکنه، بعد میاد به بخش‌های دیگه اونا رو اشاره میکنه، ولی تمام این طبقات یا به بخش ایلات میرسیم، به روستاها میرسیم، اینا در درون هر کدوم از این دستبندی ها گروه هایی بودن که از نظر معیشتی میشه به گفت یه طبقه خاصی بودن، ولی این طبقه خاص فرضاً روستایی های جاهای مختلف و اینا در پیوند با روستاییان جای دیگه نبودن، ارتباطاشون به طور عمودی با اون زمیندارای خودشون داشتن، احیانا اونایی که توی ایلا بودن با خانهای خودشون در ارتباط با اونا بیشتر بودن و منافعشون ایجاب میکرد که اون رابطه عمودی رو حفظ بکنن. و خود اگر لطف کنیم سوالتون رو بحث رو تموم بکنیم. بعد شاهان قاجار از این ارتباطات گروهی استفاده میکردن، گروه های مختلف رو در برابر هم قرار میدادن و احیانا اگه این گروه بندی ها حتی موجود نبود اونا رو ایجاد میکردن و با اون ایجاد تفرقه و جدا کردن این گروه بندی های مختلف میتونستن حکومت بکنن. برحال این نیمه اول قرن 19 اینجوری بود، ولی نیمه دومش اساسا به خاطر تغییر اوضاع جهانی، نفوذ خارجی این به هم ریخته شد و دیگه جنبش های سراسری و ملی شروع شد. تشکر. خیلی ممنون. من قبل از آقای باجوغلی بخوام نظرشون رو بدن، من از خانم آتی وکیلی خیلی عذر میخوام، پوزش میخوام، اسم ایشون رو من از به اصطلاح از خاطرم رفت. قبل از که خانم امام قرشی صحبت کنن، نوبت خانم آتی وکیلی خواهد بود صحبت کنن، ولی قبل از که خانم وکیلی آن میوت بشن و صحبت بکنن، میخواستیم نظر آقای باجوغلی در رابطه با صحبت آقای منوچهر بفرمایید. خیلی متشکر منوچهر جان، نکات خیلی درست رو گفتی. منم با نظر تو موافقم که یکی از کتابای خوبی که در این مورد هست عباس امانت، جنبندی امانت از قاجار با تمام کسای دیگه فرق میکنه. این دوران دوران قاجار رو میگه که چون اینا نگذاشتن کشور مستعمره بشه و مردم هم خوشحال بودند، یک دید مثبتی به دوره قاجار داره و به خصوص ناصرالدین شاه. یه نکته دیگه که در این کتاب هست و قابل ذکر هست اینه که زمانی که فتحعلی شاه، میدونیم که آقا محمد خان یک سال دو سالی بیشتر پادشاهی نکرد، زمانی که فتحعلی شاه پادشاه شد، وزیرش رو همون حاجی ابراهیم کلانتر که در شیراز به زند خیانت کرد و با قاجار کمک کرد که مملکت بگیرن داشت، ولی بعدن مورد سوء زن قرار میگیره و فکر میکنن که شاه فکر میکنه که این با برادر خودش حاج کلانتر علیهش توطئه کرده و اونو و خانوادهش رو میکشن. و بعد خانواده هایی که از مازندران و به خصوص منطقه نورمیان مقام های دیوانی رو در دست میگیرن، ولی بعد از اونا هست، بعد از این نوریا هست که فراهانیا، منطقه‌ای که ازش صحبت که اول مقام فراهانی اینا جزوش هست، این منطقه وارد دیوان سالاری ایران میشن. یعنی از 3 منطقه که شیراز که جنوب که بود، بعد منطقه مازندران، بعد منطقه که فراهان هست، در دیوان سالاری ایران نقش پیدا میکنن و
مقام‌های بالایی رو می‌گیرن. به هر حال از کتابه بین تمام منابعی که منوچهر جان گفت منابع درستی است، خوبه است و به خصوص ابراهامیان راجع به تاریخ ایران صحبت کرده. ابراهامیان که معتقده که ایران دوران قاجاریه رو بر یک خرابه اینا حکومت میکردن، اون تحلیلش از اون دوران اینه. خیلی متشکرم. خیلی ممنون جناب باجاری و با پوزش از خانم امام قریشی، چون نوبت خانم آتی وکیلی هستند. خواهش میکنم اگر خانم آتی وکیلی رو آن میوت بفرمایید. خانم آتی وکیلی بفرمایید، شما خودتون رو آن میوت کنید. صداتون نمیاد، شما هنوز میوت هستید. بله. الان صدای من میاد کاملا. خیلی خوش اومدی به زوم، بفرمایید. خواهش میکنم آقای باجغلی، خیلی ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید، متشکرم. سوالی که من دارم اینه که در تاریخ ایران روسیه همیشه چشم طمع به ایران داشته و همیشه از زمان قدیم در ایران رخنه کرده و آرزو داشته که دستش به خلیج فارس برسه و از این رو همیشه در ایران نفوذ داشته و دارد. سوال من اینه که رهبر ما چرا طرفدار این کشور است و چون اون کشور تحصیل کرده، آیا با اون کشور بده بستون داره یا نه؟ سوال من اینه. تشکر. خانم آتی وکیل، ممنون از سوالتون، ولی من عرض کردم یک دو دفعه، چون موضوع صحبت ما از زمان صفوی تا قاجار، نه دوران پهلوی نه دوران کنونی به اصطلاح انقلاب، چون ایشون در این رابطه صحبت کردن و فکر میکنم سوال بسیار خوبیه، ولی سوال مناسبی واسه برنامه امشب نیست. در واقع اگر آقای باجوری میخوان نظری بدن خیلی کوتاه میتونم، ولی من فکر میکنم چون خواهش کردن دکتر به منم تاکید کردن از هیئت مدیره که صحبت ها و سوالات همیشه نمیخوام از من بسیار در این موضوع خارج بشیم، در این رابطه باشه. حالا شما اگر صحبت نظری دارید که میخواییم بفرمایید خیلی کوتاه، که بعدا ما بریم خانم پریفته امام قریشی صحبت کنیم. به هر حال از دوران همطور که گفتیم، وقتی که افغان‌ها به ایران حمله کردن، روس‌ها اومدن 130 مایل در شمال ایران گیلان و مناطق شمالی ایران را گرفتن و در اثر بیماری و حملاتی که ایلات دیگه بهشون شد، از مجبور شدن که برن بیرون. نادر هم اینا رو با روابط دیپلماتیک از ایران اخراج کرد. زمان فتح علی شام که میدونیم، دو تا جنگ روسا با ایران کردن و بعدم که به تدریج روسا در ایران اومدن نفوذ عجیبی پیدا کردن و در دربار، و میدونیم که محمد علی شاه هم با کمک روسا میخواست مجلس رو منحل به توپ بست. یعنی نقش روسیه در ایران یه نقش منفی بوده و زمانی که در روسیه انقلاب میشه، حالا اون ماره دوران بعد که دوستان حتما توضیح میدن، ولی وقتی که لنین قدرت میگیره، تمام قوانین استعماری روسیه رو لغو میکنه و یه دوران جدیدی بین ایران و اون شوروی که دیگه انقلاب شده بوده به وجود میاد. یه نکته که خیلی جالبه، اون زمانی که روسیه تزاری از هم میپاشیده، خیلی امکان داشته که این 17 شهر قفقاز، حالا نه تنها همشون، بخششون، مثلا همین که الان جمهوری آذربایجان هست، به ایران بپیونده. همچین حرکتی هم اونجا بوده، ولی به خاطر اینکه دولت ایران در ضعیف‌ترین موقعیت خودش بوده، از اون فرصت استفاده نکرد. عین شرایطی که بعد از فروپاشی شوروی شد، ایران نتونست و ترکیه تونست حداکثر استفاده رو بکنه. اما با احترامی که به خانم وکیلاتی وکیل دارم، من متاسفانه با نظرشون موافق نیستم که آقای خامنه ای در روسیه تحصیل کرده. این یک فاکت تاریخی نیست و این در کتابی که میدونیم دیگه نویسندهش خیلی آدم شارلاتانی هست، هرچی موضوع رو مطرح کرده
و متاسفانه این خیلی از هموطنان ایرانیمون به این اعتقاد دارن که آقای خامنه‌ای در اونجا تحصیل کرده. و اینکه آیا الان آقای خامنه‌ای طرفدار روسیه هست یا نه، خب یه بحث به قول آقای سعید یه بحث دیگه است، ولی از نظر فاکت تاریخی نیست که آقای خامنه‌ای در روسیه تحصیل کرده باشه. مرسی. خیلی ممنون جناب باجاقی. نفر بعد سرکار خانم امام قریشی، شما سوالتون بفرمایید. بسیار متشکرم از اطلاعات خوبی که و جامعه‌ای که در اختیار ما گذاشتین و بقیه دوستانی که اطلاعات شما رو غنی‌تر کردن و از کتاب‌های مختلف اشاره آوردن. در زمان سوال من این هست که در زمان صفویه که تقریباً همدوره با رنسانس یا بعد از رنسانس اروپا هستش و مردم اروپا هنوز با کلیسا در حال ابراز نفرت هستن و خسته هستن از حضور و قدرت کلیسا در دربار، صفویه میاد یک دینی رو میاره توی ایران که در حقیقت یک شکافی برای اسلام باشه، یک مسیر دیگه ای رو غنی میکنه که به اسم شیعه که حتی در منطقه کسی آشنایی باش نداشته مولا از لبنان وارد میکنه. و بعد چند دوره بعد میبینیم که کس دیگه ای که شما فرمودین، من یادداشت نکردم که بهش اشاره کنم، فکر کنم نادر افشار رو گفتین که دین چهار امامی رو میخواسته که پای ریزی کنه. چه بهره سیاسی این حکومت ها از این روش مذهبی که بخواستن جدید ایجاد کنن و شکافی در اسلام بندازن، آیا به علت وطن پرستیشون و گذشته ایران که زردشتی بوده، یا این که برای حفظ خودشون درسی که از اروپا گرفته بودن به این نتیجه رسیدن که یک شکافی در اسلام ایجاد بکنن؟ ممنون میشم. خیلی ممنون آقای باجوری. خیلی متشکر خانم امام قریشی، سوال خیلی خوبی بود. ببینین نکته خیلی مهمی هست که در مورد نادرشاه، نکته‌ای که من گفتم، نادرشاه چون میدونی در اون موقع از چهار فرقه چهار مذهب اهل تسنن شیعه را قبول نداشتن، این تمام سعی میکرد که شیعه هم به عنوان مذهب پنجم از طرف سنی ها پذیرفته بشه. بعد خودش هم سعی میکرد یک شیعه ای به وجود بیاره که تلفیقی باشه از عقاید سنی ها و شیعه ها، به خاطر اینکه بیشتر خیلی از سربازاش افغان ها و ازبک ها و کرد ها، اینا خب معتقد به اهل تسنن بودن، که موفق نشد در این زمینه کار بکنه، ولی کاملا یه حرکت سیاسی بود. اما در مورد صفویه به خاطر اینکه شما توجه کنید که اون موقع امپراتوری عثمانی ادعای رهبری جهان اسلام رو میکرد، خب اگر اینا سنی باقی میموندن که نمیتونستن دولت مستقلی تشکیل بدن، اومدن این، چون شواهد تاریخی هست که صفویه در اول شیعه نبودن، بعدن شیعه شدن. حالا چه زمانی شیعه شدند رو من نمیدونم، ولی میدونم که اینا اهل اصلشون میگن از کردستان اومدن و صوفیای کردستان بودن که اهل تسنن بودن، ولی بعدن چطور شد شیعه شدن، این نکته ای است که من واقعا نمیدونم، باید روش تحقیق بشه. اما دقیقا یک حربه سیاسی بود برای جلوی عثمانی، و جالبه که اروپایی‌ها خیلی خوشحال بودن که یه همچین حرکتی میاد، چون از قدرتگیری عثمانی میدونیم که عثمانی‌ها خطر اومدن با، در همون موقعی که شما میگین رنسانس چرا اتفاق افتاد؟ برای اینکه سلطان محمد ثانی به کنستانتین یا قسطنطنیه حمله کرد،
اون شهر رو گرفت که الان استانبوله و تعداد زیادی از هنرمندان، روشنفکرانی که در این شهر بودن مجبور به ترک این شهر شدن، رفتن در ونیز در ایتالیا و حرکت این روشنفکرها و این هنرمندان باعث ایجاد رنسانس در اروپا شد. یعنی یکی از عوامل مهم ایجاد رنسانس. کاملا حرفتون درسته، این تصمیم سیاسیه و اکثریت مردم هم شیعه نبودن در ایران و با آمدن صفویه شیعه شدن. اگر سوال نکته دیگه بود که ببخشید من تا اینجا یادم بود جواب دادم. خیلی متشکرم. ممنون. عرضم به حضور شما نفر بعدی خانم پریوش مقدم و خانم فیروزه فولادی، دوباره ریز هند کردن. چون من کسی دیگه رو نمیبینم که برای اولین بار بخوان سوال کنن، از ایشون خواهم خواست که صحبتشون ادامه بدن. ولی آیا کسی دیگه هست؟ من آقای حسن شهپری یا شهپری رو میبینم ریز هند کردن. ایشون چون نفر اول هستن پس ما میدونیم بعد از خانم پریوش ایشون سوال کنن و بعد از ایشون اگر کسی که نیومدن خانم فیروزه فولادی میتونن سوال شما بفهمیم. خانم پرویش مقدم بفهمیم، خواهش میکنم. با سلام خدمت همه دوستان عزیز. ببخشید آقای سعید، من خواستم که از یه طریق دیگه وارد بشم، یه اشکال فنی پیش اومد برم یکم طول کشید. ولی میخواستم خواهش میکنم. سوال من آقای باجغلی، خیلی متشکرم از سخنرانی بسیار خوبتون. صحبت یکی از 120 سال رو تونستین به این سرعت بگنجونین، همه مسائل رو روس مطالب رو بگین، خیلی متشکرم، خیلی عالی بود، خیلی یاد گرفتم. من میخواستم بگم که در رابطه با مسئله از نظر سیاسی به نظر شما شاید این تأثیری رو که فکر کنید از 1900 تا 1917 که انقلاب کبیر به اصطلاح روسیه انجام شد، شاید به نظر من بیشترین کاری که روسیه تونست انجام بده تو ایران اینه که از نظر تأثیری رو که روی به اصطلاح روشنفکران از نظر سیاسی و فرهنگی روی روشنفکران ایرانی گذاشت. به نظر من اصلا بیشترین کاری که تونست بکنه و خیلی هم هنوز ما اثرش رو میبینیم، یک کتاب آقای پارسا بناب، خیلی جاشون خالیه، یک کتابی 3 تا جلد کتاب دارن در واقع، همین کتاب تاریخ احزاب سیاسی که تو این کتاب در رابطه با اینکه چه جوری مثلا 80% 70-80% روشنفکرای ما توده‌ای بودن، افکار به اصطلاح به نوعی افکار به اصطلاح سیاسی که داشتن، به نظر من روسیه کار خودشو کرد و به نتیجه هم رسید. هنوزم یعنی ما ضربه هایی که خوردیم از حزب توده یا چیز هنوزم در تاریخ ما باقی است. یعنی باید یکی بره روی این زمینه کار بکنه که چه ممکنه خیلی روشنفکرای ما از نظر فکری، کتابخونی و اینا خیلی تاثیر داشته روش، ولی از نظر سیاسی چقدر وابسته بودن به حزب توده و حزب توده چقدر وابسته بود به روسیه، به شوروی در واقع. بنابراین من فکر میکنم که حتی با تمام احترامی که به آقای ابراهیمیان قائلم، ایران بین دو انقلاب در واقع به نظر من حزب توده بین دو انقلاب رو در واقع توضیح میدن. تمام جزئیات حزب توده رو شما تو این کتاب میبینین که در موردش صحبت میکنن. بنابراین فکر میکنم که شاید، نمیدونم نظر شما یا دوستان، اگر که واقعا به نظر من صرف نظر از مسائل از قسمت های از ایران رو از در واقع شوروی در واقع یا در روسیه جدا کرد از ایران، ولی به نظر من بیشترین ضربه‌ای که زد از نظر فرهنگی بود که ما از اون زمان و هنوزم که هنوز ضربه های زیادی خوردیم از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی از طریق حزب توده و به اصطلاح فکر سیاسی شوروی یا راشا یا هر اسمی که میخوام بزنیم، به اصطلاح همسایه شمالی ما.
خیلی ممنون از این بابت. بعد یه سوال دیگه هم که داشتم، ببینم شما چجوری میگین. دوستمون در رابطه با این مسئله صحبت کردن که چجوری ممکنه که هندوستان، چرا هندوستان تاثیر انقدر موثری داشت مثلا فرض کن چیز در ایران، در شمال مثلا تأثیر انگلیس بر. من فکر میکنم که شاید این استعمار تأثیر مثبت استعمار انگلیس در چیز با هندوستان باعث شد که انقدر میمرتی به عنوان یک کشور به اصطلاح مترقی خاورمیانه ما میتونیم هندوستان رو نام ببریم. فکر میکنم که تأثیر مثبتی که انگلیس داشت از نظر زبانی و اینکه یک کشوری که 400 تا فرض کنید قوم مختلف زبان مختلف داره، ولی الان میتونن از نظر دموکراسی با تمام مسائلی که داره بتونن یک کشور، یکی از مثلا کشور دموکراسی مثلا خاورمیانه هستش، بیشترین دموکرات تر از بقیه کشورهای دیگه است. من فکر میکنم تاثیر مثبت استعمار انگلیس بوده و از نظر زبانی و اینکه به هر حال یه سری چیزایی رو بهشون یاد داد که اینها تونستن خودشون رو بالا بکشن. بازم خوشحال میشم که راجع به این مسئله هم صحبت بفرمایید. متشکرم از سخنرانی بسیار خوبتون. خیلی ممنون خانم پریوش مقدم. لطف کنید بعد دست خودتون رو بیارین پایین. جناب باجاقلی، ما حدود تقریبا شاید در واقع الان 9:48 دقیقه زیاد وقت نداریم. اگه بتونیم سوالات رو حتی کوتاه بکنیم و شما هم جواب بدید. بعد از صحبت شما من از آقای خیلی عذر میخوام، آقای حسن شهپری یا شهپری، بعدا خواهش میکنم که آنمیوت بشن و صحبت بکنن، سوالشون بکنن. بعد از اون اگه فرصت شد خانم فیروزه فولادی خواهند بود. من کسی دیگه رو نمیرم، امیدوارم اگر کسی دیگه هست به من لطف کنید یادآوری کنید، ولی من کسی دیگه رو فعلا نمیبینم به جز این دو نفر. آقای باجوری بفرمایید. خیلی متشکر از سوالتون خانم پریوش. ولی ببینید، شما دوره تاریخی که در مورد حزب توده و شوروی میگین الان مورد بحث من نبود. یعنی من قاجار در هزار و در زمانی تموم میشن که هنوز شوروی ایجاد نشده و در نتیجه با بحث ما وقتی که روسیه رو، خب من توضیح دادم سیاستش چقدر مخرب بوده در مورد ایران، اما وقتی که شوروی پیروز میشن لنین و اینا تمام اون قراردادها رو لغو میکنن، یعنی اینم یه فاکت تاریخیه. حالا این که یه نکته رو من بگم، ببینید در زمان قاجار یه عده بهشون میگفتن روسوفیل، یه عده رو میگفتن انگلوفیل، یعنی یه عده طرفدار انگلیس بودن، یه عده طرفدار روسیه بودن. خب این مشکل جامعه ماست که متاسفانه میرن نوکر خارجی میشن. حالا فقط من نکته بگم، الان بحث حزب توده و اون بین مسائلی که ابراهامیان بین دو انقلاب مطرح کنه، اونو در بحث هایی که آقای دکتر باران و دکتر قهرمانلو در مورد میارن در مورد زمان پهلوی اول دوم، در اون موقع این مسائل حزب توده مطرح میشه و حتما بحث میشه. من وارد اونجا نمیشم، ولی من اصلا سیاست هایی که حزب توده در مورد دکتر مصدق انجام داد رو مخرب میدونم و در این حد، و سیاست های شوروی که میخواست جدا کنه آذربایجان هم اونم مخرب میدونن. خیلی متشکرم. در مورد هند و انگلیس من فقط یه نکته بگم، ببینین باز مسئله هند و انگلیس یه مسئله خیلی پیچیده‌ای هست. الان کتابای اومده که این تصور که استعمار انگلیس کمک کرده به دموکراسی و پیشرفت هند رو زیر سوال بردن. حالا اینم باز بحثش اینجا نیست، ولی من از اون کسایی هستم که انگلیس رو در استعمار انگلیس رو مضر میدونم برای هند. خیلی متشکرم. ممنون جناب باجوری. الان یه نفر دیگه هم اضافه شد، خانم فیروزه فولادی. من مجبورم اون که نفر دفعه اول هستن سوالاشون رو انجام بدن، اگه فرصت شد بعد شما میتونید صحبت کنید. خان آقای حسن شهپری هستم. جناب شهپری خیلی عذر میخوام، بفرمایید. خواهش میکنم. ما تصویر شما رو ندیم، صدای من میگه آیه باجوری خودتون داریم. بله الان با صداتون قطع شد، خودتون رو میوت کردید فکر کنم.
آقای شهپری، آها بفرمایید، آن میوت شدید. و آقای باجغلی، علاقه حسالی به مسائل تاریخی قابل تحسینه. من یک کامنت بسیار کوتاه و یک سوال کوتاه‌تر دارم خدمتتون عرض میکنم، و اون بس که چون من روی این موضوع کار میکنم میخواستم به اطلاعاتتون برسونم که نظام آموزشی در دوران قاجار به طور کلی زیر نظر علما بود و از همون زمان هم در واقع اسلامیزیشن یا اسلامی کردن دروس و کتب و شیوه آموزش از همونجا شروع شد که بعد به ترتیبی بازتابش رو در جمهوری اسلامی اجالتا میبینیم. خلاصه این نکته منظورم این بود که اثر مهم اسلامی کردن از دوران قاجار توی حوزه آموزش پرورش. اما سوالم، به نظر میاد که آقای عباس امانت دیدگاه معینی در تحلیل تاریخی ایران نداره، اما حضرت عالی اشاره کردین به والرشتاین، یعنی در واقع اسم کامل کافی و او هست ایمانوئل والرشتاین. حالا اگر که قرار بود شما مدل والرشتاین رو برای تحلیل دوران قاجار به کار بگیرید، آیا مناسب بود یا مناسب نبود؟ نظرتون رو راجع به پیشنهاد تئوریک والرستان برای تحلیل دوران قاجار و یا صفوی و قاجار بفرمایید. خیلی ممنون. متشکرم جناب شهپری. آقای باجوری خواهش می‌کنم. ببینین، خب یه با اولا در مورد اون مسئله کاملا درست میگین که مسئله قدرت گرفتن روحانیون در آموزش پرورش در زمان قاجار درست شد. این نکته دیگه‌ای که در مورد روحانیت هست، روحانیت در زمان قاجار گروه اصولیون که معتقد بودند که مجتهدین میتونن اجتهاد بدن و در کار دخالت بکنن، در مقابل اخباریون که میگفتن که حکومت فقط مار امام زمان هست و کسی نباید در کارهای حکومت دخالت، روحانیون نباید در حکومت دخالت بکنن کارهای حکومت، اصولیون قدرت پیدا کردن که بعدن میدونین که شیخیه و بعد دیگه به جنبش بابیه و غیره رسید. ولی خب این اجتهاد باعث شد که این آیت الله عظما و اینا از زمان همین در زمان قاجار شکل گرفت و اصولا روحانیت در همیشه قصدش کنترل آموزش آموزش فرهنگ و قوه قضاییه بوده و بعد هم در جمهوری اسلامی دیدیم که خب اینا رو همین مسائل رو پیش بردن. اما ببینین، من بحثی که میخوام بکنم اینه که نظر اینا را که چه نظر آقای امانت چه نظر آقای والتنشتاین، همه اینا را که میگیم، اگر جنبه های مختلفی رو مطرح میکنن، ببینین از یه طرف درسته زمان قاجار ایران به یک کشور وابسته یک کنار جهانی، اصلا اهمیتی که از زمان اون امپراتوری های باروت که سه تا امپراتوری بودن داشت، از اون اهمیت افتاد، کشور وارد کننده بود، دو تا کشور انگلیس و روسیه ایران رو بین خودشون تقسیم کردن در 1907 و بعدش بعدن عملا دیگه با اون قراردادی که با وثوق الدوله بود دیگه انگلیس میخواست صاحب ایران بشه بعد از اینکه در روسیه انقلاب شد و ایران استقلال سیاسی اقتصادیشو از دست داد به یک و یک کشور کناری مطرح شد. ولی دیدی که آقای امانت میگه که ما باید شرایط جامعه ایران و شرایط جهانی رو در نظر بگیریم، همین که ایران مستعمره نشد رو نکته مثبتی میدونه و در ذهن میگه مردم هم در اون موقع خوشحال بودن. خب این یه جنبه دیگه، یه نگاه دیگه هست به تاریخ نگاه کردن. من از نظر عملی من فکر میکنم این نظر که ایران وابسته شد، ایران ضعیف شد، ایران به کشوری که مطرح نشد
تبدیل شد، خب این نظر قوی تره. ولی خب نظر ایشون هم اینه که میگه بعد نکته مثبت دید که استعمار مستعمره نشد و مردم هم خوشحال بودن. مرسی. خیلی ممنون جناب باجوری. آقای ایرج قهرمانلو، آقای دکتر ایرج قهرمانلو، شما نفر بعدی هستین. آنمیوت هم هستین، لطف کنید سوالتون بفهمم. وقت کمه، اگر لطف بکنید صحبت. بله، خیلی ممنون، مرسی. من خیلی استفاده کردم از صحبت‌های آقای باجغلو دوست عزیزمون. فقط یه نکته رو می‌خواستم بگم در مورد پیدایش شیعه و اینکه اون اسم شاه اسماعیل صفویا از کجا بودن. کتابی هست به اسم Converting Persia، مفصل اینو بحث کرده. اینها از ترکای تیموری بودن که با ترکای مثلا ترکیه، اونا سلجوقی بودن، عثمانی ها، اینا تیموری بودن، با مدرک و سند اونجا میگه. البته بعدا اینا خودشون رو گاهی میگفتن کرد بودیم، ولی بیشتر بعد هم گفتن ما یه نسبی هم داریم به امام موسای کاظم، که اینا همش هیچ کدوم فکت تاریخی نداره. و یه تئوری دیگه هست که میگن وقتی که همینطور که گفتم کنستانتینیه رو که استانبول میشه فتح کردن، امپراتور عثمانی تا دروازه های اتریش هم حتی رفت و میگن که مسیحیان به شاه اسماعیل اینها نزدیک میشن و اونا رو تشویق میکنن که یک مذهبی تشکیل بدن و حتی عزاداری که اینا میشه اینا رو میبرن در اسپانیا و کاتولیک اونجا یاد میدن چطور عزاداری کنن و لباس سیاه که سنت عزاداری ما نبوده، سفید بوده، اونا رو از کشیشا اونجا یاد میگیرن و سینه زنی و قم زنی هم از اونا یاد میگیرن. اینا رو بهشون یاد میدن و از اون زمان به بعد جز مراسم عزاداری ما میشه. من میخواستم همین نکته رو بگم. خیلی متشکرم، مرسی. مرسی جناب آقای قهرمانلو. اگر لطف کنید شما دستونم بیارین پایین ممنون میشم. قبل از اینکه شما صحبت بکنید آقای باجوری، من میبینم که آقای دکتر ناظر هم هستن اینجا که سوال میخوام بکنن. فقط از دوستان هیئت مدیره میخوام بپرسم آیا ما وقت داریم که این دوستان هم بخوان صحبت بکنن سوال کنن یا نه، چون ساعت الان تقریبا نزدیک به 10. آقای مقیمی، آقای یدی به من یک اشاره بکنن آیا وقت میتونیم ما داشته باشیم یک چند دقیقه اضافه بعد از 10 باشیم؟ از آقای باجغلی اجازه بگیرید مشکلی نداره. من مشکل ندارم، سوالاتشون رو بکنن، یه مقدارم از 10 بگذره مهم نیست. بسیار ممنون آقای یدی، آقای مقیمی، آقای باجوری، شما از شما ممنون که وقت میدین. خواهش میکنم بفرمایید در رابطه با صحبت های آقای رادی بعد آقای ناظر صحبت خواهند کرد و بعد اگه کسی نباشه خانم فولادی صحبت خواهند کرد. من ترجیح میدم که آقای دکتر ناظر و خانم فولادی صحبت بکنن بعد صحبت بکنن. اوکی، جناب آقای دکتر ناظر، شما چون نفر به اصطلاح اولین بار صحبت میکنین، استفاده میکنم صحبتتون و سوالتون بفرمایید. من اینجا خیلی ممنونم. قبل از اینکه سوال کنم، تو اتاق تو پر مداله، مال خودت یا مال نوید اونا؟ مال نویده. من تو اتاق نویدم. نگاه کردم دیدم خیلی هم هست. خب به هر حال من خوش بسیار عالی بود، چون واقعا دوره رو داشتی چیز میکردی، به اصطلاح بازگو میکردی که بعد میافتی از قبلش که قبلا قرار بود که دیگه بیاد نتونسته بود بیاد، پیش به اصطلاح پیش زمینه های به وجود اومدن صفوی چیز قاجار رو صحبت کنی، به نظر من میرسه که مشکل برات خیلی زحمت کشیدی واقعا. اما رای من میخوام وارد یه بحثی باید بشم، چون این بحث ها رو من و تو داشتیم با هم دیگه، میخوام وارد این بحث بشم که در مورد تاریخه. لوکاچ در کتابی داره به نام تاریخ و آگاهی طبقاتی، میگوید هستی اجتماعی تعیین کننده آگاهی ماست، هستی ما. درست این بحثی است که لوکاچ میگه. حالا ما برمیگردیم بر سر تاریخ ایران. اولا تاریخ ایران یه تاریخ
متصل که نیست، تاریخ منفصل، همونجور که هم خودتون دارید میگید که حالا میبینید که بعد از مدتی مثلا اتوش یه مشروطه در میاد، چجوری بعد یه مشروطه میره پایین، حکومت فعلی میاد، منفصل منفصل. حالا اگر این رو در نظر بگیریم که هستی ما چیز اجتماعی ما رو تشکیل، آگاهی اجتماعی ما رو تشکیل میده، اینو یه مقایسه من بخوام بکنم، نظر شما رو میخوام از نظر تاریخی بدونم، آیا واقعا هستی ما هستیه یا هستی کشوری که انقلاب فرانسه رو دامن میزنه، یا این که میدونید که 1800 تا ناپلئون میاد سر کار، یا این که شما از 1814 تا 1817 اومدن تشکیل دولت آلمان رو میبینید تحت رهبری بیسمارک، بعد میرسیم به جنگم. شما نگاه که میکنید این هستی رو که بازدش اینه با اون هستی که ما داریم از ایران صحبت میکنیم، واقعا کدوم از اینا تاریخه؟ خیلی ممنونم به اینجا. خیلی ممنون جورم به دکتر ناظر. آقای باجوری بفرمایید. اجازه بدین خانم من نوشتم. پس شما سه نفری میخوان صحبت کنم. بله خانم فولادی شما بفرمایید. بله خیلی ممنون. من اولا میخواستم بگم که در مورد این دوستمون آقای شفعی یک صحبت کرد و در مورد اینکه مکتب خونه ها نظام آموزشی در دوران قاجار تحت نفوذ روحانی بود، این کاملا درسته و اتفاقا در اون مکتب خونه بود، اون موقع مکتب خونه بود، تو این مکتب خونه ها گلستان رو درس میدادن در تمام ایران. و علت این که ما بحث این دوره رو پیش میکشیم به خاطر اینکه این دوره قاجار خیلی به امتداد این دوره فعلیه و خیلی مسائلش مربوط میشه. مثلا در دوران پهلوی روشنفکرای ما خیلی با گلستان مخالف بودن و میگفتن که و فکر میکردن که مثلا خیلی با سعدی مخالف بودن، فکر میکردن که چون علت عقب ماندگی ما چون که گلستان رو در مکتب خونه درس میدادن، پس گلستان باعث عقب ماندگی جامعه ایران شده بود. و یکی دیگه هم این که عباس میرزا، خواستم بگم که عباس میرزا یکی از شاهزاده های رشید ایرانی بود که پدر بزرگ مادری دکتر مصدق هم بوده، مادر دکتر مصدق نجم السلطنه که بیمارستان نجمه تهران رو تأسیس کرد، نوه عباس میرزا بود. دیگه این که من دستم رو بلند کردم که در مورد مطلبی که خانم وکیلی گفتن، البته این موضوع رفت پیدا میکنه به دوران فعلی بعد آقای خامنه ای، که این آقای عباس فخرآور که یک کتاب نوشته به نام رفیق آیت الله، من علاقه هم ندارم بخونم این کتاب، تو این کتاب نوشته که خامنه ای در دانشگاه پاتریس لومومبا درس خونده. اخیراً آقای کاوه موسوی یک کتابی رو اسکرین شات گرفته و گذاشته بود تو توییتر که یک نفر محقق آمریکایی یا انگلیسی نوشته و لیست تمام کسانی رو که در اون دوره که فخرآور میگه اینا در خامنه‌ای در پاتریس لومومبا درس خونده، اون تو اون کتاب اومده و مطلقاً اسم خامنه‌ای درش نیست. خیلی ممنون. خیلی ممنون. من دیگه عذر میخوام قبل که شما صحبت کنید خانم، لطف کنید شما دستتون رو بیارین پایین اگه ممکنه، ولی کسی دیگه رو من نمیبینم که جز کسانی باشن که بخوان سوالی یا نظری داشته باشن. من آیا کسی دیگه هست یا نه؟ بعد از جناب آقای باجوری شما میتونید صحبت رو شروع کنید. بله ببینید، در مورد آقای دکتر قهرمانو که بهشون سلام عرض میکنم و نکته که گفتن در مورد شیعه و اون کتاب من نخوندم، ولی خب به هر حال باید مطالعه کرد. این که آیا ببینید درسته اون قزلباشا ترکمنایی بودن که همراه چنگیز خان به ایران اومدن و قزلباشا همشون ترک بودن، ولی اینکه خود خاندان صفویه رو الان شما گفتین تیموری بودن نمیدونم، ولی تیمور به اینا احترام میگذاشت و رابطه خوبی داشت، ولی پدر بزرگ اینا قبل از تیمور بود، اون کسی که خواجه سیاوش که واسطه شد که
قبایل قزل باش نرند، فکر میکنم که نسل دومی سومش بود. حالا اینکه ریشه شون آیا مثلا کرد بوده یا ترکمن بوده یا ببخشید تیموری بوده من نمیدونم، ولی میدونم که دلایل خیلی قوی هست که اینا اول سنی بودن بعد شیعه شدن. و اون کتابم من حتما میخونم که ببینم. خیلی متشکرم که گفتن باید مطالعه بکنیم که شیعه چه جوری در به وجود اومد. اون خیلی نکات جالب بود. در مورد بحث آقای دکتر ناظر، ببینید آقای دکتر ناظر یه بحث فلسفی میکنن و این بحث فلسفیشون احتیاج به یک جلسه دارد که واقعا راجبش صحبت کرد و مسئله آگاهی و مسئله هستی و غیره و تفاوت بین حالا مثلا فرانسه رو مثال میزنن یا با ایران. خب میگه این تا اونجا که من یادمه مارکس هم میگه که انسان ها سازنده تاریخ هستن، ولی نه اون چیزی که میخوان بلکه بر مبنای اون خلاصه نظریات و تجاربی که بر ذهنشون حاکمه. یعنی خب بالاخره تاریخ هر کشوری، تجربه هر کشوری، مردم یک کشوری روی این که چه اکت سیاسی میکنن و چه حرکت میکنن. اگر در انقلاب فرانسه شعار برادری و برابری و اینا میاد، در انقلاب اینجا حکومت اسلامی میاد، خب این تفاوت تاریخی که ما داریم با فرانسوی ها. ولی خب این حالا یه بحث فلسفیه که باید یه موقع دیگه بحث کرد. خیلی متشکر که مطرح کردیم. در مورد خانم فولادی هم که نکاتی که توضیح دادن کاملا درسته و نکاتی که گفتن من بحثی نکردم، فقط این نکاتشون نکات درستی هست که گفتن. خیلی متشکرم. خب خیلی ممنون جناب باجوغلی، خیلی آموختیم. خیلی بحث فشرده‌ای بود و زمان محدود بود و میدونم که شما آگاهیتون در دوران صفوی و مسائل دیگه بیشتر میتونید به ما بیاموزید، ولی خب همینم که زحمت کشیدیم ممنونیم، سپاسگزار و باقی